سلام، به نشست کارآفرینی خوش اومدید. من میخوام که اول اگه اجازه بدید یک مختصری درباره این نشست بگم و برگزار کنندگان این نشست. این نشست یکی از چهار نشستی هستش که دانشگاه دانشکده امور جهانی مانک در دانشگاه تورنتو داره برگزار میکنه. سه تا از این نشست ها به اضافه همین برگزار شده و در حال برگزاری است. اولی در برلین بوده درباره جوان ایرانی و رسانه، و دومین نشست جامعه مدنی و حقوق بشر بود که در لندن برگزار شد، و این نشست هم نشست کارآفرینی است در سیلیکون ولی در حال برگزاری است. این در مورد دانشگاه. اگر بخوام براتون بگم، این نشست ها برای ایجاد فضایی برای گفتگو بین جوانان ایرانی و همینطور اندیشمندان و کارشناسان ایرانی خارج از ایران هست، در این زمینه داره تلاش میشه. این نشست ها قید شده در این برنامه که برای یک هدف ساده است که خب شاید ظاهرا ساده باشه ولی چندان هم ساده نیست، که این خط گفتگو ایجاد بشه بین جوانهای داخل ایران و کسانی که خارج از ایران هستند و دارن فعالیت میکنن. در این برنامه سوالهایی که مطرح خواهد شد سوالهایی هست که از شبکه‌های اجتماعی گرفته میشه که دانشکده امور جهانی مانک اونها رو فراهم کرده برای جوانان در داخل ایران که بتونن سوالاتشون رو از اون طریق مطرح بکنند. این سوالهایی که پرسیده میشه رو این توضیح رو دادم براتون که بگم از اونجا ما سعی میکنیم بگیریم. همین الان هم که برنامه شروع شده شما میتونید به صورت زنده این سوالاتتون رو مطرح بکنید. ما سعی میکنیم در طول برنامه سوالها رو بپرسیم و همطور کسانی که الان در جلسه حاضر هستن میتونن سوالاتشون رو برای ما بنویسند. همکارانم هم اینجا راهنمایی میکنن که چطور این سوالها رو بپرسید و من از کسانی که در این میز گرد حضور دارن سوال خواهم کردم. و اجازه بدید که ما شروع بکنیم از سه کارآفرینی که دعوت کردیم در این میز گرد حضور داشته باشن. شاید چهرهشون برای شما آشنا باشه. آقای احمد کیارستمی، ویدیوگرافر و کارآفرین، که البته من خواهش میکنم که هر کدوم بیشتر در مورد خودشون توضیح بدن کارهایی که انجام خواهند داد، ولی من فقط یک عنوان مختصر رو میگم درباره کارهایی که انجام دادن. مهدی یحیی نژاد، مؤسس وبسایت بالاترین و همینطور پژوهشگر دانشکده دانشگاه ایالتی جنوب کالیفرنیا، کالیفرنیای جنوبی، و همینطور نوید خانساری، کارگردان بازی‌های ویدیویی و مستندساز که در حال حاضر ایرانی کانادایی هستند نوید، و در حال حاضر هم در شهر نیویورک زندگی می‌کنند. خیلی خوش آمدید، ممنون. و اجازه بدید ما به ترتیب شروع بکنیم از این سمت و خواهش کنم که مختصری، واقعاً اگر بشه، میدونم کارهای زیادی کردین و میتونین شاید بیشتر از نیم ساعت یک ساعت در مورد کاراتون صحبت بکنید، ولی در یک دقیقه خلاصه ای که کسانی که الان دارن این برنامه رو میبینن و قطعا اسم شما رو بارها و بارها شنیدن بیشتر آشنا بشن با اینکه به صورت فهرستوار بگید که چه کارهایی کردید که در زمره کارآفرینا قرار گرفتید. خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که اینجام. من کار اصلیم کامپیوتره. شرکت در ایران دو تا شرکت کامپیوتری داشتم، شرکت دستور که فروختم شرکت رو سالهای سال پیش، و بعد شرکت نگاه که کار مالتی میدیا میکردیم. اینجا هم سه تا شرکت داشتم که آخریش فوتوموتو بود که پارسال شرکت رو فروختم. ضمناً کار ویدیو میکنم، موزیک ویدیو درست میکنم، شاید بعضی ها شدیده باشن دوستان. غیر از اینم یه سری پروژه های کوچیک دیگه هم بوده، مثل پرسوپیدیا که اولین سایت بود که شعر فارسی رو اینترنت گذاشتم، و با یه موتور جستجو که حدود 500 میلیون بیت شعر بود که میشد رفت سرچ کرد و پیدا کرد، جستجو کرد و پیدا کرد. و جدیداً هم یک پروژه دیگه دارم، داکیونایت، که توی شهرهای مختلف دنیا شروع کردیم. آخرین سه‌شنبه هر ماه داریم فیلم مستند از ایران نشون میدیم که الان سان فرانسیسکو،
لس آنجلس، ونکوور، ولی داریم دبی، نیویورک، تورنتو، لندن رو هم اضافه میکنیم و شاید چند شهر دیگه. بسیار عالی. باز برمیگردیم باهات حالا صحبت میکنیم درباره یکم تجربه شخصی خودت درباره همه این کارهایی که انجام دادی تا به حال. اما مهدی یحیی نژاد، خیلی ممنون که من دعوت کردم. من رشته تحصیلیم فیزیک بوده، منتها خودم کامپیوتر و برنامه‌نویسی خودم یاد گرفتم و وبسایت بالاترین حدود 7 سال پیش زمان که تو من داشتم در دانشگاه استنفورد کار میکردم شروع کردم. کارهای دیگه هم که یه زمانی هم یک شرکت استارتاپ اینترنتی دیگه داشتم و تقریبا میشه گفت بیشتر کارهای انترپرنورشیپ هم از 7 سال پیش شروع شده و قبل از اون بیشتر کارهای به کار تحقیق مشغول بودم. نوید خانساری، من اول شروع کردم کارگردان بازی های گرند ثفت آتو و مکس پین. واسه 5 سال کار کردم واسه یه شرکتی اسمش راکستار گیمز و تونستم اونجا همه بازی هایی که تونستن در بیانن هم کارگردانشون بودن، بعضیشون نویسنده بودم روشون. نزدیک 8 سال پیش استودیو خودم رو شروع کردم توی نیویورک، اسمش اینک ستوری استودیو و شرکت ما هم فیلم درست میکنه، هم داکیومنتری و هم کامیک بوک و الان داریم یه بازی درست میکنیم درباره انقلاب 1979 در ایران و این اولین بازیه که واقعا درباره یه وقتی تو این دنیا، نه یه چیزی که ساینس فیکشن هست و با این بازی داریم سعی میکنیم یه چیزی درست بکنیم که همه بتونن بازی بکنن، فرقی نمیکنه اگر ایرانی هستن یا نه، و مردم بتونن بفهمن از این بازی و این اینتراکشنی که دارن که بتونن شاید این ایرانو از اون وقت بهتر بفهمن تا اینی که فقط دیدیم تو این 35 سال پیش توی روزنامه ها و توی تلویزیون. همینطور، یا شاید اصلا به دنیا نیومده بودن، نبودن، خیلی هاشون الان نسل جدیدتر که بازی میکنن اون موقع اصلا نبودن و بیشتر خوندن و شنیدن. اما یه نکته‌ای که خیلی جالبه در مورد کارآفرینی، ما خیلی داستان‌های زندگی کارآفرینان بزرگ رو در جای جای دنیا وقتی میشنویم، یه مسئله شاید یکم طنزآلود هم باشه اینه که همشون یه جورایی توی داستانشون انگار از گاراژ شروع کرده بودن. شما هیچ کدوم این کارو نکردین، تو گاراژ خونه‌تون این ایده هاتون رو اونجا دنگ بدین اجرایی بکنید؟ من یکی که هنوز تو گاراژ هستم، توی گاراژ توی بروکلین، فقط با 3-4 پسر دیگه با کامپیوتر داریم کار میکنیم. ولی خوبیش هست اینی که یه چیزی خیلی مفصل هست در برای کار کردن توی گاراژ، چون که همون خوب میشناسی، با هم میتونی کار بکنی و واقعا اونی که هست تو قلبتون میتونی بگذاری تو بازیتون. واسه همین تو گاراژ هستیم و انشالله، یعنی شاید شرکتمون بزرگتر بشه ولی فقط شاید هنوز بمونیم تو گاراژ، شاید گاراژمون یکم قشنگ‌تر بشه ولی می‌خوایم کوچیک بمونیم و همون تو اون استودیو سایز. من از صوفای خونم شروع کردم. شما چون روی آنلاین بودین و کامپیوتر؟ آنلاین بود و در بدترین حالت ممکن که فکر کنم اصلا از دارش چیز نشستن خوب نباشه، کامل دراز میکشیدم، لپتاپ هم اینجا بود، داشتم برنامه‌نویسی میکردم و بیشتر کار از اون موقع شروع شد و تا سالها هم واقعا از خیلی کارهای بالترین خونه انجام میشد، چون که معمولا یه کار دیگه داشتم و دو سه سال اول که بالترین شروع شده بود بیشتر به عنوان کار ساید پراجکت من بود و بعد از 3 سال عملا به یک جایی رسید که بتونه به شرکتی بشه و آدم های دیگر رو اینوالو بکنم و بزرگتر بشه. منم وقتی شروع کردم از خونه پدرم یکی دو سال بود که اومدم بیرون و ماشین نداشتم که بخوام گاراژ داشته باشم. توی اتاقی در تای فلکه صادقیه یه اتاق خونه دو خوابه بودیم و 4 نفر بعد می‌زدیم تو اتاق، 2 نفر و کلی دردسر داشتم تا من بکنم می‌خواستم کار بکنم با هم اتاقیم که دانشجو رشته هنر بود. میگفت چرا کامپیوتر کلیک کلیک می‌کنه، که من کیبوردمو عوض کردم، کیبوردی گرفتم که کلیک نمی‌کرد، که گفتم تو دیر وقت کار بکنه. بسیار خوب. اون چیزی که در مورد شما به ویژه هر سه شما میشه گفت اینه که با توجه به تحصیلاتتون و کارهایی که انجام دادید میتونستید به راحتی برای یه شرکتی کار بکنید یا یک دانشگاهی کار بکنید و پول خوبی هم در بیارین. اون چه چیزی بود که باعث شد که به جای اینکه اون راهو انتخاب بکنید، یعنی
کارمند باشید و برای کس دیگه ای که یه کاری رو راه اندازی کرده کار بکنید، تصمیم گرفتید که خودتون یه کاری رو انجام بدید و این ریسک رو بپذیرید که شاید هیچ وقت پولی هم از اون راه در نیارین. با شما شروع کنم. اگه کرم یکی میفته به جون آدم هیچ کاریش نمیتونه بکنه. من فقط این مدتی برای شرکت بزرگ کار کردم. من کارم که شروع کردم مایکروسافت در ایران دفتری داشت و من کارم رو برای مایکروسافت شروع کردم، ولی خب اون کرمه بود و باعث شد که بیام بیرون و کار خودم را بندازم. حالا اگه بخوای اونو واقعا یکم، البته خب من میدونم برای مخصوصا بچه هایی که تو ایران هستن و دارن این برنامه رو میبینن شاید این کلمه خیلی رسا باشه، از این جهت که خیلی میتونه مفهوم دار باشه که واقعا میتونه چقدر تأثیر بذاره، ولی حالا اگه بخوایم یکم دربارش، پیش از برنامه داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم و از کلمه پشن یا اون علاقه شدید درونی صحبت میکردی که آدم باید اونو داشته باشه درباره یه کاری، فکر میکنی اون چقدر مؤثر بود؟ ببین من یه صحبتی که من قبل که شروع بشه راجع به تعریف کارآفرینی آنترپرنورشیپ که خصوصیاتش چیه و چی کار باید بکنیم، من واقعا تعریف دقیق ندارم، ولی میدونم که یک چیز خیلی مهم باید داشته باشین، اونم عشق به یه کاریه، عشق به یه چیزیه. و من الزاماً آنترپرنورشیپ رو در راه انداختن یه شرکت نمیبینم. ممکنه یه کسی فروشنده خوبی باشه یک جایی و توی کارش آنترپرنور باشه. اون عشق به نظر مهمترین چیزه، چون هر کاری که وقتی راه میندازین، حالا اگه میخواد یک مغازه کوچیک باشه، یک شرکت بزرگ باشه، حتما چیزی که گارانتیه اینه که یه مقدار زیادی مشکل سراتون پیش خواهد اومد و تنها چیزی که میتونه کمک کنه که از این مشکلات رد شین و کار ادامه بدین، علاقه و عشق به اون کار. و برای این واقعا باید عشق اون کار داشته باشین و کرم اون کار داشته باشین برای اینکه بتونین ادامه بدین و وسطش جا نزنین. مهدی، برای شما به هر حال شما المپیاد فیزیک نفر سوم شده بودی و از نظر دانشگاهی و تحصیلات و کارهای تحقیقی و پژوهشی که میدونم الانم داری انجام میدی، اما به هر حال میتونستی خیلی راحت پول در بیاری از این راه برای کار کردن برای دانشگاه‌های مختلف. چی شد که فکر کردی حالا یه شبکه اجتماعی رو راه اندازی بکنی که خیلی اون موقع هم طرفدار نداشت شاید؟ چی شد؟ چیزی که احمد گفت واقعا فکر کنم همه اینا صادقه. بعد فکر کنم واقعا یک نکته‌ای که هست اینه که آدم میخوام ببینن با زندگیشون چی کار میخوام بکنن و اینکه بالاخره خب آدم میخواد یه زندگی داشته باشه که تا حد امکان از نظر مالی تامین باشه، از نظر بالاخره چیزی که علاقه داره بتونه دنبالش بره، ولی خب از این برم این مهمه که آدم تأثیری که میتونه بذاره با زندگیش، واقعا یه کاری بکنم بالاخره هست و همه دوست دارن. خب یکی ممکنه کار هنری داره میکنه، میخواد واقعا خلاقیتش رو به نحوی کاملی بتونه به قول معروف بروز بده و کارهای هنری بکنه، یکی ممکنه بخواد یک پروداکتی درست بکنه و بالاخره این تأثیر، یعنی که با زندگی آدم میخواد چیکار بکنه هم یک نکته ایه. یعنی حالا یکی هم میخواد پول در بیاره، خیلی پولدار بشه، و منم خب برام خیلی مهم بوده که واقعا یک کار بتونم بکنم و بالاترین فکر میکنم از این جهت یه تأثیری که تونست بذاره خب در خبررسانی در ایران و برای ایرانی‌های خارج از ایران، حالا مخصوصا تو زمانی که تظاهرات ها بود چهار سال پیش و اتفاقی که داشت میافتاد، خب تاثیرگذار بود از نظر اجتماعی. برای خود من این احساس رضایتی داره که از شاید خیلی به قول معروف مسائل مالیش و اینا خیلی برام ارزشش بیشتره. حالا خب همیشه آدم کاری که میخواد بکنه اینه، دوست داره که هم دستیار اجتماعیش رو داشته باشه، هم پولش رو در بیاره، هم کارش زندگیش رو کاملا از به قول معروف از بالانس خارج نکنه، چون بالاخره کار آنترپرنورشیپ یکی از چالنجایی که داره، یکی از مشکلاتی که داره اینه که خب خیلی کار زیادیه و واقعا آدمایی که میخوان وارش بشن باید فکر کنن که اگه من وارد این کار بشم، خب مثلا ساعت‌ها روزی کار بکنم، از خیلی چیزای دیگه ممکنه تو زندگی بمونم. اینم بالاخره یه چیزیه که هر کی باید فکر بکنه. واقعا ممکنه یکی که چند تا بچه داره، ممکنه پدر مادری داره که باید مواظبشون باشه، بعد زندگیش خیلی چیزای دیگه داره که نمیتونه واقعا این که بیاد تمام وقتش رو بذاره روی شرکتی، روی کاری، اصلا براش عملی نیست. این بر همین هر کی باید خودش ببینه که
به قول معروف پارامترهایی که تو زندگیش وارد هستن و تأثیر گذارن چیه و تصمیم بگیره بر اساس اون. من ببخشید یه چیز میخوام بگم، یکی از چیزایی که اتفاق میفته وقتی اون که موهاتون از دست میده بعد بدین از الان. البته میتونیم مثال بزنیم، خیلی از کسانی که استیو جابز مو داشت نداشت، ولی یه نکته دیگه ای که شاید در این زمینه خیلی مطرح باشه، شما شاید بتونی بگی دربارش، که خیلی ها وقتی ایده هایی دارن توی ذهنشون و میخوان برن دنبال این ایده ها و عملیش بکنن، خب موانع زیادی سر راهشون به وجود میاد، چالش ها و چلنج های زیادی رو باش روبرو میشن. خیلی ها شاید زود همون اولش بکنن بگن که نه مشکلات زیاده و دنبالش نرن. بعد اون آدما یا آدمای بیشتری یه نکته رو که بهش اشاره میکنن، میگن که فلانی شانس آورد که تونست این کار رو انجام بده. من میخوام ببینم این فاکتور شانس واقعا چقدر تأثیر داره و چقدر برای خود شما مؤثر بود توی زندگی و زندگی کاریت. حتما حتما. من که فکر میکنم یعنی همه فرقی نمیکنه کار هست و زندگی، هرچکس همه شانس میخوان، یعنی شانس همه چیز یه چیز خوبیه، ولی اونایی که میتونن تو این کارها، مخصوصا توی کاری که بیشتر به طرف فیلم، آرت، ویدیو گیم این چیزا هست، این کارهایی که خیلی مردم میخوان بکنن، خیلی از بچهای جوان میخوان برن تو این کارها و بیشتر وقتو فکر میکنن که اگه من فقط بتونم اون شانس رو بگیرم میتونم به همه دنیا نشون بدم من چیکار میتونم بکنم، و واقعا اون همون اونش هست که فرق میکنه با اونایی که شانس میگیرن و کاری باش نمیتونن بکنن و اونایی که شانس میگیرن و اون شانس رو ور میدارن و باش میدوئن. و من شانس داشتم و اون شانسی که گرفتم نزدیک 14 سال پیش تو نیویورک بودم و با گروهی که شروع کردن روی بازی گرند ثفت آتو کار بکنن، دوباره یک کارگردان بودن، با هم دیگه حرف زدیم و تماس گرفتیم و بعدن گفتن بیا واسه ما یه امتحان بکن. من انقدر واسه این امتحان، یعنی با تمام دوستام حرف زدم، با هر کی که توی اندستری بود اون وقت، اونایی که داشتن این کارهای تکنولوژی که من خودم نمیشناختم ولی گفته بودم به شرکت که خوب بلد بودم میدونی بهشون گفتم، ولی اینم یعنی این کارا رو فهمیدم و تونستم با این امتحان هم به گروه توی راکستر نشون بدم، بعدن هم وقتی که بازی فروخت و چجوری فروخت تونستیم به تمام دنیا نشون بدیم چجوری این کار و این شانس رو برداشتم و تونستم این کار رو بکنم. فکر میکنم چیزی که واسه من عوض شده از اون وقتی که سوالی که اول پرسیده بودید، من واسه 5 سال کار کردم واسه راکستر این شرکته و میدونی من روی این بازی‌ها که همه بچه‌های تو ایران و همون دور دنیا، نه فقط بچه‌ها، بیشتر مردم سن خودم هم اینا رو هم هر روز دارن بازی میکنن، ولی چیزی که واسه من عوض شد بعد از اینکه کار کرده بودم واسه این شرکت، من دیدم و فکر میکنم این شاید یه چیزی باشه تو هر کی که آنترپرنور هست که یه چیزی میبینن که هست الان که مردم خوششون میاد، ولی اونایی که دارن فکر میکنن که چجوری بتونن اینو عوض بکنن، یعنی الان اگر نگاه بکنیم به بیشتر ویدیو گیمایی که هستن اونجا، همیشه درباره گنگسترزای نیویورک هستن یا درباره مردمایی که ایلینز از آسمون دارن میان به دنیا، همه این داستانا هستن، ولی من دیدم یه اپورتونتی که بتونیم ویدیو گیم درست بکنیم درباره چیزایی که واقعی هستن و اگر بتونیم به مردم اینو کانکت بکنیم تمام میدیم ویدیو گیم رو میتونیم ببریم یه جای دیگه. واسه همین من میخوام داستان خودم رو بگم، میخوام داستانای مردمای دیگه رو بگم، ولی دیدم یه اپورتونتی که بتونم نه فقط خودم رو کمک بکنم یه داستان خودم رو بگم، ولی بتونم این تمام میدیم ویدیو گیم رو ببرم به یه جای نو، به یه ژانر نو. برای شما اینجا یک سوالی الان اومده، علیرضا از تورنتو خواسته از نوید خانساری بپرسیم، اونم این که میخواد بدونه هدف از تولید بازی جدید در مورد انقلاب 79 چیه؟ آیا بیشتر انگیزه اقتصادی داشتی یا انگیزه های دیگری هم بوده؟ و پرسیده که این بازی از جنبه ذهنی چه تفاوت‌هایی با بازی‌های دیگه داره؟ سواله خیلی سختیه. یعنی برای که فارسیش خیلی خوب نیست، خیلی بود. سوالمو می‌خواید تیکه تیکه بگم. ببین، یکی پرسیده این که گفته که
وقتی این بازی رو تصمیم گرفتی که روش کار بکنی بسازی بیشتر انگیزت مالی بوده که پول بیشتری در بیاری یا انگیزه های دیگه داشتی؟ انگیزه دیگه چی بوده؟ پول اصلا نیست، چون هنوز الان هم دنبال پول هستیم که بتونیم این بازی رو تموم بکنیم. نه من بنیم به این همین که قبل از این داشتم حرف می‌زدم که می‌خواستم این ژانر نو رو واز کنم، می‌خواستم فکر کنم چجوری میتونم این ژانر رو درست بکنم. و باید همیشه توی انگلیسی میگن write what you know، یعنی بنویسی اونی که میشناسی. من 10 سالم بود وقتی که از ایران اومدیم به کانادا، ولی اونجا بودم وقت انقلاب و با فامیلیم و با دوستام و همه حرف زدم درباره وقتشون و چی شده به فامیلیشون بعد از انقلاب، و من میخواستم این داستان رو بگم. واسه همین اومدم اینو بنویسم. بیشتر مردم که باهاشون حرف میزنم میگن چرا یه چیزی درست نمیکنی که خیلی بیشتر کامرشال تر هست، مثل گرند ثفت آتو. ولی من این داستان رو میشناسم و فکر میکنم اگر بتونم این داستان رو و این بازی رو درست بکنم که بتونم به اونایی که عاشق ویدیو گیم هستن و اونی که به آی هند کوردینیشن میگن هست، بتونن اونو بکنن و بتونن تو یه داستان واقعی باشن، واقعا اون دیگه هم بازی رو میتونم داشت بکنم و هم میتونم یه کاری بکنم که چشم تمام دنیا، مردمای دنیا رو واز بکنه که بتونن شاید ایران رو بفهمن یا بتونن با همدیگه حرف بزنن و بگن ما اینو درباره ایران نمیدونستیم، ما نمیدونستیم که تو 78 بچه‌ها درباره دیسکو و هیوی متال داشتن حرف میزدن، یا خانوما همشون لباسای شیک میپوشیدن عین اون که لباسایی که میدیدیم تو توکیو یا نیویورک یا هلسینکی. همین که فقط مردم بتونن اینو ببینن میتونم مردم شروع بکنن حرف بزنن. واسه همین بهت میگم اصلا درباره پول نیست. اولش اونی که همه میگه همش دوباره پشنته و نیکم هم کرم، ولی اون دوتا کامبینیشن ما رو اینجا برده. انشالله. حتما. حالا آخرش هم سوالی که پرسیده اینه که این بازی چه تفاوتی داره با بازی های دیگه؟ آیا اصلا تفاوتی داره؟ بهترین جوری که میتونم بگم بازی شکلش و اونطوری که باش بازی میکنی مثل گرند ثفت آتوه، ولی شکلش و داستانش بیشتر مثل یه داکیومنتریه. و چون که داریم اینو درست میکنیم واسه تبلت و هم اکس باکس هم پی سی هم تلفونا، تونستیم با گروه هایی توی فرانسه و آلمان و توی ایران، هم آرتیست هم اونایی که عکاس بودن هم اونایی که کاست هایی داشتن از اون وقت، که همشون تونستیم بگذاریم تو این بازی. واسه همین یعنی داریم از همه بازی هایی که هست داریم همشون رو ور میداریم و این بازی رو داریم درست میکنیم و داریم ببخشید و داریم درستش میکنیم مثل یه اپیزود تلویزیون. یعنی هر بازی فقط 2 ساعته، بعد آخر اون 2 ساعت و ببینی کجا کاراکترت داره میره. بسیار عالی. یه سوال دیگه ای باز یکی از مخاطب ها که الان داره برنامه رو میبینه از احمد کیارستمی خواسته ما بپرسیم. اسمش رو ننوشته، به صورت ناشناس پیام گذاشته، اشاره کرده به اینکه شما و پدرتون با دشواری های زیادی برای کار در ایران مواجه بودین و گفته ساخت فیلم با سختی های زیادی از طرف حکومت روبرو میشه، ساختن فیلم به طور کلی، و بعضی هاشون هم حتی متوقف میشه ساختنشون. میخواد بدونه که چطور میشه با این شرایطی که به تعبیر این کاربر مدام تو ذوق جوانهای خلاق زده میشه کنار اومد و امیدوار بود و کار کرد. من که از طرف پدرم نمیتونم جواب بدم، من از طرف خودم میتونم جواب بدم. من فیلمساز نیستم، من کار اصلیم کامپیوتر. و خب ساختار اونجا وقتی که من شروع به کار کردم سال 70 ساختار مناسبی برای شروع شرکت نبود. سال بعد از جنگ بود، اصولا خیلی مارکت کوچیکیه، ساختار مناسبی و چالش خیلی زیاد بود اونجا برای کار کردن. نه الزاما از طرف حکومت، به حال اونها محدودیتاشو داشت، ولی هزار تا محدودیت دیگه هم بود. و باز برگردم به صحبتی که اولش کردم، تنها راهی که میشه امیدوار بود اینه که عاشق اون کاری که دارین می‌کنین باشین و کاری انتخاب بکنین که واقعا دوستش دارین. چون هر چه از این مشکلات پیش بیاد سخت سرخورده میشه آدم، یه وقتایی بد و بیرا میگه به زندگی و زمونه و هر کسی که دور و برشه، ولی در نهایت وقتی عاشق اون کارین کار دیگه نمیتونین بکنین، یعنی چاره دیگه‌ای ندارین. من میگم من اصلا پدرم نمیتونم جواب بدم، خودش باید جواب بده، ولی فکر می‌کنم اونم واقعا اگه مشکلی داشته
و مشکلات به شکل‌های مختلفه، حالا یه وقت به شکل حکومتی، یه وقت به شکل مشکلات مالیه. یکی از مشکلاتی که اینجا تو بریا داریم اینه که انقدر آدم باهوش و خوب هست که خیلی کار سختش میکنه که اصلا دیده بشه. به هر حال هر کاری بکنین، هر جا باشین، یه سری مشکل هست و این مشکلات میگم تنرایش نیکن که دوست داریم بکنیم. خب دقیقا به این نکتهی که اشاره کردی من فکر میکنم این کاربرم منظورش شرایط شاید بیشتر بوده باشه، اشاره میکنه به شرایط. برحال همون جور که خودت هم گفتی در ایران هم کار کردی، اونجا هم چند تا شرکت موفق داشتی که راه اندازی کرده بودی. حالا تعریف موفق تعریفای متفاوتی داره، الزاماً به معنای اینکه حالا پول خیلی زیادی ساختی شاید نباشه، اما اگه بخوای یه مقایسه هم بکنی الان فکر میکنی بعد از اینکه از ایران خارج شدی و شروع کردی به کار کردن، شرکت هایی که راه اندازی کردی چالشات بیشتر بوده، مشکلاتت بیشتر بوده، یا اینکه وقتی ایران بودی، یا کدومش بیشتر برات دردسر ایجاد کرده؟ من بذار سوالتو عوض کنم که بگم به جای بگم کدوم دردسر بیشتر ایجاد کرده، تبدیلش کنم به اینکه کدومش راحت ترم. طبیعتا من اینجا دارم زندگی میکنم و من اینجا برای شرایط کار من شرایط راحت تریه، ولی خب اینجا دیگه مرکز کامپیوتر در دنیاست، بنابراین به هر کسی که بتونه بیاد اینجا احتمالا تو رشته من میاد اینجا. ولی باز میخوام بگم، بذار من یه دو سه تا داستان کوچیک دارم که باید بگم. من موقعی مایکروسافت کار میکردم، قبلش یه شرکت دولتی مقداری کار کرده بودم و خب خیلی آن ارگانایز بود، خیلی شیر تو شیر بود اوضاع. و بعد که شروع کردم شرکت خودم رو، بعد رفتم شرکت مایکروسافت شروع کردم کار کردن و با اونا که کار میکردیم میدید چقدر کیفیت براشون مهمه، چقدر مرتب تر کار میکنن و خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم از این کار. بعد که شرکت خودم رو رفتم با یک دوستی صحبت میکردم و بهش میگفتم من استارتاپی که راه انداختم میخوام مثل شرکت‌های آمریکا کار کنم. اصلا تو آمریکا نبودم، نمی‌دونستم چه جوری هست، ولی یه تصوری داشتم، میگفتم میخوام مثل شرکت‌های آمریکایی کار کنم و درست کار کنیم. و این دوست منو مسخره میکرد و میگفتش که نمیتونی. دلیلش هم بود که میگفتش که مهم نیست که تو چهار دیواری شرکت خودت چی کار می‌کنی، به محض اینکه پاتو می‌ذاری بیرون یک سیستم زیربنایی احتیاج داری برای اینکه کار کنی که وجود نداره، که این یکی از چالش‌های گنده است. میگفتم می‌خوای بری بانک، باید بری 5 ساعت بشینی اونجا تا پول بیاد بانک، تا بتونی 3000 تومان از بالا پول اون موقع از بانک بتونی بگیری. و این اون زیربنایی که زیر ساختاری که لازم داری وجود نداره. و من اول گفتم تو اشتباه می‌کنی، من این کارو می‌کنم. و 4-5 سال که گذشت فهمیدم راست میگفت. ولی باعث نشد که متوقف بشی. فهمیدم راست میگفت و من اشتباه می‌کردم که اون زیر ساختار وجود نداشت و انقدر خستم کرده بود همین چیزایی که داشتیم. دوباره 4-5 سال گذشت فهمیدم من درست میگفتم، چون فرق نمیکنه که چیکار میکنی، اگر آنترپرنوری، اگه داری کارآفرینی میکنی، اگه داری یه کاری رو شروع میکنی، بالاخره یک چیزایی هستش که چالش برانگیزه، که سخته، که خستت میکنه هر جا به یک شکلی. حالا سینما رو میگم، اونجا محدودیت های دولتی هست، اینجا یک دوست دیگری دارم که در نیویورک فیلم میسازه، سالهای سال مشکل داره برای اینکه بتونه پول ریز بکنه و اینجا اصلا پول نیست برای سینما الان، مگر اینکه شما سیستم هالیوود هستین. و میگم اون چیزی که در نهایت نجات داد من رو این بودش، همین که باز برمیگردم بهش، عشقم بود به این کار. و بله یه وقت دادم خیلی سرخورده میشه، سختش میشه، ولی بعد دوباره راهی از این ادامه بده نداره. بسیار خب، مهدی یحیی‌نژاد شما برامون بگو از چالش‌هایی که اینجا داشتی. شما خب این مقایسه ای رو که الان احمد کرد رو شاید نتونی چون تو ایران این کار رو نکرده بودی، ولی به طور خاص اینجا مخصوصا برای بچه‌ها تو ایران این شاید خیلی وجود داشته باشه. فکر می‌کنن اینا که از ایران خارج میشن دیگه با هیچ مشکل مواجه نیستن دیگه، برای اینکه اون حکومت و اون ساختار حکومتی حالا به نوعی سرکوبگر دیگه وجود نداره، بنابراین هر کاری میشه کرد. درست. من فکر کنم تو کار بالاترین، حالا من تجربه کاری دیگه هم داشتم، تو کار بالاترین مشکل خاص واقعا این بود که بالاخره پروداکتی که ما داشتیم یا محصولی که داشتیم محصول بود که مخاطب ایرانی داشت و مخاطب ایرانی داشت که جهانی بود. یعنی شما از ایران مخاطب بالاترین هست تا شمال آمریکا و اروپا و حتی جای خیلی استرالیا و جای دیگه هم مخاطب داره و این مخاطب خیلی انتظارات متفاوتی دارن، چون واقعا از فرهنگ‌های خیلی متفاوتی میان، از جای خیلی مختلفی میان
و همینطور تیم بالاترین هم برای سالهای خیلی هنوز هم همینطوره. یه تیم جهانیه، یعنی آدم هایی هستن که از اروپا کار میکنن، از جایی کار میکنن و این هم بالاخره فرهنگ های متفاوتیه و بالاخره فرهنگ ایرانی هم اومده و فرهنگ های دیگه هم بهش اضافه شده و واقعا فکر کنم یه مشکل خود بالاترین هم بود که این فرهنگ های متفاوت بتونن با هم کار بکنن و این محصولی هم که میدن یه محصولی باشه که برای آدم که از فرهنگ متفاوت هستن قابل دسترس باشه و مشکل ایجاد نکنه. و یه مشکل دیگه هم بوده واقعا که خب هیچ شاید سوشال میدیای دیگه این مشکلات رو نداشته باشه که یک واقعا یوزر ایرانی خب این تجربه شاید جایی که فضای بازی که بتونن هر حرفشون رو بزنن و فضای ایرانی باشه رو نداشته. حالا تو فیسبوک خب فیسبوک حتی واقعا تو این چیز نمی گنجه چون فضاییه که کاملا کنترلش خودتون دارید. بر همین بالاترین یه تجربه‌ای رو برای یوزر ایرانی آورد که واقعا تجربه اولشون بود و هنوز هم شاید اون تجربه تکرار نشده. یه نکته دیگه هم که بود این که بود واقعا خب حکومت ایران براش یه چنین چیزی قابل تحمل نبود که یک وبسایتی باشه که مردم یه سری چیز پست بکنن. من اولین بار که بالاترین فیلتر شد تو ایران از یوزر بالاترین خواستم که به یه شماره تلفنی داشت این تلکام ایران توی برای اینکه شکایت بکنن که به این آنبلاک بکنن، سنسورش بردارن. من از یوزر خواستم که زنگ بزنن، بعد از اینکه یه مدت کاربر زنگ زدن کسی که تلفن جواب میده گفته صاحب وبسایت رو بگین زنگ بزنه و من هم زنگ زدم. اون موقع خب اصلا همینجا بودم، بیریا بودم، زنگ زدم و گفتم که خب چرا اینو بلاک کردید و گفتم که من که چیزی پست نکردم، اینا رو کاربرا دارن پست میکنن. طب گفت مثلا چنین چیز مگه ممکنه؟ من میشه یه وبسایت داشته باشید که شما این چیزا رو اجازه بدید همینجوری خود به خود کار بکنه، خود کار بکنه؟ که اصلا این معنا نداره، شما اشتباه کردی، یه نامه بنویس، معذرت خواهی کن تا ما بسر باز کنیم. من دیگه ننوشتم، حالا داستانش مفصل. ولی اینکه خب با یه حکومتی ما سرکار داشتیم که واقعا اصلا این چیزا رو تحمل نمی‌کرد، سانسور فقط کمترین کارش بود، یه وبسایت رو دیداس اتک بکنه، حمله بکنه، نمیدونم آدم پول بده که برن اونجا کامنت نظر بیخود بذارن، این همین کارهایی که اصلا میگم جای دیگه این اتفاقاتی نمیتونه بیفته. بر همین یه مشکلاتی داشتیم که واقعا مشکلاتی بود که اصلا جای دیگه اتفاق نیفتاده بود و خیلی هم مشکلاتی که ما داشتیم اصلا میگم تو نوع خودش باید خودمون راه حلش رو پیدا میکردیم و هیچ کس دیگه نبود بریم از تجربهش بتونیم استفاده بکنیم. فکر کنم واقعا بزرگترین مشکل بالترین میتونم بگم همین اتفاقات. یعنی در واقع خارج از ایران بودیم ولی هنوز باید با مشکلاتی که داخل ایران حکومت داشت مواجه میشدیم. من در این مورد بازم میخوام یه سوال دیگه بپرسم از شما. در بالا ویزیون خواستن این سوال پرسیده بشه، همون جایی که در واقع این برنامه داره پخش میشه به صورت زنده، یکی از راه‌هایی که داره پخش میشه و مردم میتونن از ایران نگاه بکنن برنامه رو، و همینطور من میخواستم خواهش بکنم از کسانی که اینجا حضور دارن اگر سوالی دارید میتونید در توییتر برامون توییت بکنید سوال رو، که البته این میدونم به خاطر شاید سوال پیش بیاد که چرا خودتون نپرسیم، به خاطر اینه که کسانی که دارن برنامه رو میبینن داره زنده پخش میشه اونها بتونن سوالای شما رو هم ببینند. هشتگی که میتونید استفاده بکنید GDFILIVE هست. سوالتون رو بنویسید برای ما و همچنین راه‌های دیگه‌ای هم فکر می‌کنم هست که میتونید سوالتون رو بنویسید. کسانی هم که دارن برنامه رو می‌بینن، من خواهش می‌کنم حتما موردی رو اگه می‌خواید ما در از کسانی که در میزه گرد هستن بپرسیم بگید، ما حتما اونها رو خواهیم پرسید. اما شان گفته که از آقای یحیی نژاد بپرسید آیا برنامه‌ای برای گسترش بالاترین دارن، آیا پروژه جدیدی دارید در این زمینه یا نه. برنامه که داریم اینه که محتوای سوشال میدیای جای دیگر و وبسایت اجتماعی دیگر اونا رو بیاریم یه مقدار به بالاترین.
یه مشکلی که هم بوده این که زمانی که بالترین شروع شد وبلاگ‌های فارسی خیلی فعال بودن و خیلی محتوای خوب تولید می‌شد تو فضای وب فارسی. متأسفانه وبسایت‌ها مثلا وبلاگ‌ها خیلی کمتر شدن. مردم به فیسبوک رفتن و محتوایی که تو فیسبوک تولید میشه متأسفانه محتوای خیلی فکر شده ای نیست. یعنی مردم چیز کوتاه می‌نویسن، اون به اون شکل که قبلا تو وبلاگ‌ها نوشته بلند داشتیم اتفاق نمی‌افته. و ما دنبال راه‌هایی هستیم که این مشکل رو حل بکنیم. سعی بکنیم یه محتوا رو خود بالترین تولید بشه یا محتواهایی که حالا رو فیسبوک یا جای دیگه هم پیدا میشه اونا رو سعی بکنیم چیزایی که خوب هست رو بیاریم رو بالاترین. و این مشکلی که وبلاگستان فارسی ضعیف شده رو بتونیم تا یه حدی مداوا کنیم یا حالا تقویت بکنیم. زهره در توییتر پرسیده که چه پیشنهادایی براشون داریم، کسانی که حالا در ایران هستن و میخواد ببینه که چه کارهایی میتونن انجام بدن که بله من این سوالم رو بله گفته که مخصوصا در حوزه وب چه کارهایی مثلا میتونن بچه ها تو ایران بکنن. حالا میخوان شما نوید جان اگر ما بسه من که وب یه چیزی که خیلی خوب نمیشناسم ولی میدونم توی کارهای ویدیو گیم میتونم بهتون بگم که هر روز نزدیک 10 تا 20 تا بچه از تهران دارن با من تماس میگیرن که چجوری ما میتونیم کار بکنیم توی ویدیو گیم و این چیزا. و فکر میکنم اونایی که اونجا کار هم آرتیست هستن هم پروگرامر هستن و هم توی این کارا انقدر یعنی هنر انقدر هنر دارن یعنی انقدر خوب هستن توی این کارشون، سختیش اینه که الان بیشتر انجن هایی که میخوان استفاده بکنن که این بازی ها رو روشتون درست بکنن بیرون ایران هستن. بعدا سختیش هست که چجوری بتونن این انجن ها رو استفاده بکنن. حالا این بیشتر از این انجن ها مجانی هستن ولی میتونن استفاده کنن، ولی سختی هست که اگر یه نفر هستی که عاشق میخوای ویدیو گیم درست بکنی یا میخوای آرتیست باشی یا هر چیزی، اگر میخوای واسه خودت درست بکنی این الان میتونی اون کارو بکنی، ولی اگه میخوای یه چیزی درست بکنی که بتونی بدی به تمام دنیا الان اون کارش سخته. ولی چیزی که میتونم بهشون بگم که هر روز این دیستریبیوشن اینطوری که بازی‌ها رو میتونی بفروشی اینطوری میتونی که رو بازی‌ها کار بکنید، چون که همه چیز داره میره دیجیتال دیگه لازم نیست هیچی رو بخرید. و فکر میکنم یواش یواش اونایی که دارن کار میکنن یا میخوان برن توی کارهای ویدیو گیم، الان با اونایی که دارم حرف میزنم خیلی هاشون دارن کار میکنن کانترکت ورک واسه شرکت های توی هندوستان و جاهای دیگه که برعکس اینجاست که ما میریم به هندوستان همه رو میگیریم اونجا کانترکت بکنم واسه ما اینجا. ولی الان یه خیلی شانس خوبی هست که چون که تکنیکا رو دارن پروگرامینگ رو دارن واسه گیم و من خودم الان دارم کار میکنم با خیلی از بچه‌های در ایران که با هم مثل یه فریلنس کانترکت داریم که چیزاشو میفرستن و خیلی از بچه‌ها دارن کار میکنن واسه شرکت‌های آلمانی، فرانسوی و کانادایی که بتونن این کارا رو بکنن. واسه همین اگر برگردیم به اونی که داشتیم اول میگفتیم، اگر تو قلبتون اگر تو پشنتون رو دارید میدونم سخته، ولی بدونید که دارید کار میکنید روی یه چیزی که آرته و یه چیزی که همینطوری بتونید بگذارید روی وب، همه میتونن ببینن و اگر خوشتون میاد همینطوری سعی بکنید یواش یواش یه نفر اونو میبینه. اگر کارتون خوبه و یه نفر بهتون تماس میگیره و انشالله همه چیز یکم بهتر و آسان‌تر بشه که بتونید این کارا رو بکنید. جالب اینجاست که این برنامه‌هایی که دانشکده مانگ دانشگاه تورنتو داره برگزار میکنه، این نشست‌ها که 4 نشست هست در ابتدای برنامه هم توضیح دادم، از طریق نظرسنجی انتخاب شده بود موضوعات این نشست‌ها که 19,000 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده بودن و موضوعات مختلفی رو که درباره‌شون نظرسنجی شده بود رأی دادن و این موضوعات از جمله موضوع کارآفرینی
موارد دیگه ای هم که بوده رسانه بوده، فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که نشستش فردا در تورنتو برگزار میشه و همینطور دموکراسی و حقوق بشر. اینها مواردی بوده که خود شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواسته بودند که دربارش برنامه داشته باشیم و فکر کنم این خیلی در مورد کارآفرینی که به اصطلاح رأی دادن بهش که دربارش نشستی برگزار بشه، این نشون میده که جوانها در ایران، کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردن، چقدر براشون مهمه این مسئله و میخوام بیشتر دربارش بدونن. یکی از سوالاتی که در همین نظرسنجی مطرح شده بود و خواستن که پرسیده بشه در این برنامه اینه که چقدر اون داستان پارتی داشتن و به اصطلاح یه جور کانکشن داشتن با حالا نظام یا یک مرجع قدرت، چقدر اون میتونه تأثیر داشته باشه یا کمک بکنه به اینکه یک کارآفرین بتونه ایدهش رو اجرایی بکنه و از اون طریق بره جلو. شما که شاید هر دو این تجربه ها رو داشتی در ایران و خارج از ایران، اینو چطور میبینی؟ چقدر تأثیر داره؟ خیلی تأثیر داره در کوتاه مدت. تأثیر داره برای اینکه کاری بتونی را بندازین، برای اینکه بتونین، باز من داستان میخوام بگم که خیلی مستقیم جواب سوالت نیست ولی غیر مستقیم جواب سوالت هست. البته برمیگردم به سوالت. من وقتی اومدم آمریکا، مثلا 2001 اومدم آمریکا و اون موقع اورنج کانتی زندگی میکردم، فیلم ها فقط فیلم هالیوودی میتونستیم ببینیم و برای اینکه من فیلم غیر هالیوودی ببینم بعد یک ساعت و نیم رانندگی میکردم، میرفتم سانتا مونیکا بودم فیلم ببینم و برگردم. و اپل اون موقع آیتونز را افتاد و میتونستیم موزیک دانلود بکنین. من شبیه کردم که کاش میشه این کار برای فیلم کرد و هیچ سایت دیگه ای نبود که این کار بکنه. و من سال 2002 داشتم فکر کردم که بعد یه سایت رو انداخت که بتونیم از روی اینترنت فیلم ببینیم، که بعدم چون با داستان حرف میزنم یک دوست اینجا دفعه من گفت یک سایت نشد، گفت یک سایتی کسی گرفته 5 میلیون دلار گرفته، موقعی که اصلا پول خیلی کم بود و اینا، میگفت چه کسی که 5 میلیون ببین چیه. من نگاه کردم به نظرم این چیه، شوخیه، گفتم فکر نمی‌کنم به جا برسه. بعدن سایت شد یوتیوب، ولی اینکه بگم چقدر من نمیدونستم چه خبره. ولی به هر حال اتفاق افتاد که من فکر میکردم که این کار، این پروژه باید در اپل اتفاق بیفته. و خب منم تو دنیای کامپیوتر رو مثل اکثر آدم های این دنیا عاشق استیو جابز از دور، و حالا در این که من عاشق استیو جابز شدم اتفاقا کامپیوتر اپل نبود. من یه جور خوندم که 50 تا سویتر یه جور و 20 تا جینی یه جور داره، برای اینکه صبح که بالا میشم نمیخوام فکر کنم چه لباسی میخوام بپوشم. و و ضمناً یک کودک خیلی خوب داشت، کویک تایم داشت که با کیفیت خیلی خوب میتونستیم ویدیو نشون بدیم. من فکر کردم که این کار بعد در اپل اتفاق بیفته. و خب ضمناً خیلی هم خام بودم، من از ایران اومده بودم، ایران خیلی با نتورک کوچولوی آدم ها کوچیکن و شما 4 نفر که بشناسین، حالا الزاماً که میگی پارتی بازی نه، ولی با شناختن آدم با 3 تا تلفن هر کی بخوام میتونیم ببینیم. من میتونستم ببینم، حداقل میشد پیدا کرد و صحبت کرد و دید. دوچار این توهم بودم که اینجام اگر من آدم درست رو ببینم خب میتونم دوتا زنگ میزنم استیو جابز رو میبینم دیگه. و شروع کردم به چند فرمونگو من اونشکانی زدیم کردم، چند دفعه اومدم به ایریا و یه سری دوستان اینجا باشون آشنا شدم، از اون یه دوستی که از وی پی های سیسکو بود و بهش گفتم که فکر من چجورم استیو جابز رو ببینم، یک لبخند زد، گفت آره حالا بپرس احتمالا میتونی، یه ذره بیشتر سوال کنی احتمالا میتونی. و بعد من یک دوست دیگری منو دعوت کرد به مهمونی، که مهمونی خیلی از آدمای گردن کلفت بی ایریا در دنیای کامپیوتر تو مهمونی بودن و من اورنج کانتی بودم. و من تقریبا هیچ وقت در زندگی کار نکردم که به دلیل قصد و غرض نتورکینگ پاشم برم یه جایی که بخوام یه کاری بکنم و این کار موفق بشه، بیشتر که دلم خواسته کردم. و این مهمونی رو من پاشدم اومدم از اورنج کانتی اینجا که برم شروع کنم به قصد نتورکینگ که یه آدم پیدا کنم استیو جابز رو ببینم. اومدم اینجا، رفتم تو مهمونی، وارد شدم، دیدم من دلم نمیخواد این کار بکنم. راستش بگم آدم های خیلی خوبی هن ولی اصلا که به قصد نتورکینگ من با آدم حرف بزنن دوست نداشتن. یک خانمی اونجا نشسته بود که من قبلا یه بار دیده بودمش در اورنج کانتی که یک کتابی نوشته که داشت کتابش رو میخوند توی یک کتاب فروشی. من اونجا بودم 5 دقیقه حرف زدیم، بسیار آدم شیرینی بود، فیروزه دوما که کتابش هم در ایران ترجمه شد، فانین فارسی. فیروزه اونجا بود، فیروزه دیدم قبلا من 5 دقیقه صحبت کردیم و رفتم شروع کردم با فیروزه حرف زدن. حالا فیروزه یک خانم خانه‌دار، هیچ ربطی به دنیای کامپیوتر نداره و نویسنده. رفتم شروع کردم با فیروزه شروع کردم صحبت کردن که شوهرش هم اون شب اتفاقا مأموریت بود و نبود و فیروزه تنها نشسته بود. و
از 7 دست من شروع کردم با فیروزه صحبت کردن و همجور صحبت کردن گفتش اورنج کانتی زندگی کنی، به قیافت نمیاد که آدم اورنج کانتی زندگی کن باشی. و گفتم آره دارم کار خودم میکنم، بین اون و اینکه بیام اینجا برای کسی کار کنم ترجیح میدم که اونجا باشم، مگه اینکه بتونم، میخوام استیو جابز رو. گفتش استیو جابز میخوای؟ گفتم یه ایده اینجوری دارم. همچون حرف زدیم آخر شب فیروزه من گفت من چی دوت بگم. گفتم چی؟ گفت زن استیو جابز 20 ساله که دوست نزدیک منه و من تا حالا این کار بهش کردم، چون از استیو هم خیلی خوشم نمیاد و ولی برای تو حاضرم این کار بکنم. من شب دعوتت میکنم، اینا هم دعوت میکنم و تو بیا. و من دعوت کرد رفتم. فقط من باز شوهر فیروزه ماموریت بود، فقط من بودم استیو جابز، زن استیو جابز، فیروزه، دوتا بچه استیو جابز، دوتا بچه فیروزه. و من و استیو نشستیم تو حیاط یه 3 ساعتی آیستی خوردیم، حرف زدیم و گپ زدیم. عکسشو تو فیسبوک بذار برامون. بذار دیگه. من با دوربین رفتم اونجا، فیروزه دید، گرفت دستم گذاشت که چه، گفت حرفش هم نزن. استیو ببینه جوابشو دیگه نمیده. و متاسفانه عکس ندارم. منتها چیزی که دارم میگم اینه که بعد که بهش فکر کردم، اگه من به قصد و غرض رفته بودم، حالا این چیزی که داری میگی در کوتاه مدت شاید اینطور کم پیدا میشد، ولی قطعا من نمیتونستم یه شانسی پیدا کنم که 3 ساعت بشینم با استیو جابز صحبت بکنم. هیچ گارانتی نیست که اگه شما با یک فیروزه‌ای صحبت بکنید حتما میتونید استیو جابز رو ببینید و باهاش حرف بزنید. ولی اتفاقی که افتاد که باز من برمیگردم به نکته اولم، اینه که دلیلی که فیروزه فکر میکنه حواظش این کار برام بکنه به دلیل پشنی بود، که عشقی بود که به این کار داشتم. برای اینکه اون هم موضوع کار، هم استیو جابز، اون عشق وقتی با هم صحبت میکنین میاد. در حالی که وقتی فقط به قصد و غرض کار میرین اون نمیبینین تو آدما و کمتر هیجان زده میشین که بتونین کاری برای آدما بکنین. اون عشق آدمای دورتون رو هیجان میاره. بنابراین باز برگردم سوال اول به سوال شما، اگر جلوی پاتون رو بخواید ببینین، آره حتما یه سری آدمی که بشناسین کمک میکنه که یه سری کار اتفاقات بیفته. ولی اگه یه ذره فرای اون بخواید نگاه بکنین، انتخاب شخصی من اینه که این حساب کتابا رو نکنین که من کیو میشناسم کیو نمیشناسم. حتما از چیزایی که دارین، سرمایه‌ای که دارین که بخش گنده‌ش آدمایی که میشناسین، میخواین استفاده بکنین، استفاده مثبت بکنین. ولی فقط به قصد اینکه کیو میشناسین کیو میشناسین انتخاب من نیست که اونو درش الان من میدونم یه سری از کسانی که دارن این برنامه رو میبینن، شاید هزار نمیدونم، این براشون به وجود میاد، بر من به وجود اومد که خب مثلا الان شما احمد کیارستمی پسر کارگردان بزرگ، خب طبیعیه که میتونه مثلا با خیلیا بره ملاقات بکنه، مثلا خودشو معرفی بکنه، بگه که من مثلا میخوام فلان شخصیت رو ببینم. آیا این برات یه چیزی بوده که فکر کنی در این راه کمکت کرده یا نه؟ اگه واقعا بخوای صادقانه بگی چقدر کمکت کرده تا اینکه مثلا فرض کن من مثلا دختر مثلا علی ندیری یا اون یکی مثلا پسر احمد احمدیان، اون چقدر تفاوت وجود داره؟ دو تا جواب دارم که بهت بدم. یه قسمتش جواب اینه که حتما یه جای کمک کرده و یه جایی من این که گفتم به قول اینا بکفایر کرده، به اینکه ما بابام بدشون میومده. و اگه آماری نگاه کنی بیشتر 70% فکر میکنم بعدشون میاد، 30% خوششون میاد. ولی آماری به ضرر یه جایی. تو ایران کمک میکرد. اینجا که اصلا کسی که چه میدونه که یارستمی که یا نیست. مثلا ای بابا چطور نمیدونم. بابا خیلی کمک نیست. ضمناً من سالها این داستان برای خودم مشکل بود راستش. و من هنوز هم من خودم احمد معرفی میکنم. من اولین ویدیویی که روی اینترنت گذاشتم ویدیو عشق سرعت، اول موزیک ویدیو درست کردم که باعث افتخارمه که یکی از اون موقع یکی از پربیننده ترین برای 2 روز پربیننده ترین ویدیوهای روی یوتیوب بود. روزی 10,000 تا ویو گرفتیم. اون موقع من به اسم کیا سهرابی اینو گذاشتم. من که نمیخواستم اسم کیا رستمی باشه. میدونی؟ کاملا. و حتما یه جای کمک کرده، یه جاهایی یه سری در رو باز کرده. الان مثلا این کاری که دارم میکنم سر داکیو نایت خب خیلی خوب بوده، کمک کرده. اسم الان من دارم دوباره جایی در نیویورک میگم برای نمایش، ولی اسمی که خودت ساختی بعدن دیگه الان داره کمک میکنه. نه ولی الان چون در زمینه سینما یه سری ارتباط با آدمای سینمایی در نیویورک دارم که زنگ زدم برای اینکه بتونیم یک سالن خوب پیدا کنیم برای نمایش فیلم به عنوان مثال. خب این داره کمک میکنه، حتما کمک میکنه یه جایی. ولی میخوام بگم باز وقتی یه ذره تصویر بزرگتر نگاه بکنی، خوبیاشو داره، بدیاشو داره. و خیلی آدم هم میبینی که اسمی نداشتن از من خیلی خیلی موفق‌ترن. برای این اون فاکتور نیست.
من این سوالو از این جهت پرسیدم چون واقعا این یک مسئله ایه که اصلا خیلی میگن تو ایران، میگن اگه ارتباط با کسی نداشته باشی، پارتی نداشته باشی، یا در یک جور ارتباط با نظام نباشی، با سپاه نباشی، نمیتونی کار بکنی، نمیشه کار کرد. الان در مورد شما چطور بوده مهدی؟ در اینجا آیا مثلا کانکشنی داشتی یا اینکه نه واقعا تو مورد نه کارهای وب خیلی کانکشن نمیخوام ریسورس هم نه. واقعا بالاترین من اولش که شروع کردم خودم بودم و لپتاپ و برنامه‌نویسی خودم، میدونیم واقعا هیچ کمک دیگه ای نبود و خیلی هم تو فاز وب فارسی هم خیلی هم منو نمیشناختن واقعیتش، فقط یه وب بلاگ داشتم که یه عده خواننده داشت. تو کارهای استارتاپی اینجا، حالا شرکتایی که حالا تو بیریا درست میشه، بازم تو اکثرشون واقعا با دولت آمریکا هیچ اینتراکشن نداره، هیچ لازم است تماسی داشته باشن. دولت آمریکا از نظر اقتصادی خیلی نسبت اقتصاد خیلی درصد کمتری از اقتصاد کل مملکت رو داره. تو ایران خب واقعا یه دلیلش اینه که ایران حکومتش خیلی سوشالیستیه و درصد خیلی زیادی از اقتصاد ایران رو حکومت داره کنترل میکنه. یه بخش گندش که نفته و شما خب هر کاری بخواید بکنید سریع به حکومت برمیخورید و مجبورید که اونجا خب ارتباط داشته باشید، آدم بشناسید. منتها یه مشکل اضافه که تو ایران هست که حالا مزید بر این قضیه سوشالیست بودن حکومته اینه که متأسفانه امنیت لازم نیست و خیلی ها باید سریع یک ارتباطی داشته باشن که فقط امنیت چیزشون رو بخرن. یعنی اینکه ممکنه یکی بیاد سریع دست بذاره روی شرکتشون، یکی از سپاه بیاد بگه شما باید منم شریک بکنید، یا این چنین اتفاقی هم میشنوه از ایران. اینا چیزی که لزومی نداره، حتی کشوری ممکنه سوشالیست باشه ولی این چیزا رو نداشته باشه. ایران متأسفانه هر دوشو داره. تو آمریکا هم شرکتایی که بزرگ میشن، واقعا بزرگ در حد مثلا ده میلیارد دلار یا 100 میلیارد دلار، 100 تا میلیارد دلار، اونها هم میخورن به مرز حکومت دولت آمریکا، منتها به شکل دیگه ای، به این شکل که خب قانونگذاری ها میتونه خیلی راحت رو خیلی شرکت ها تأثیر بذاره. شرکت های نفتی، این که مثلا خط لوله نفت از کانادا بیاد از آمریکا رد بشه، برای شرکت های نفتی به طور خیلی زیاد تأثیر گذاره. نمیدونم شرکت های تلکامیونیکیشن مثل ورایزون یا تایم ورنر، اینا اینکه بتونن مثلا با شرکت‌های کوچیک‌تر ادغام بشن، شرکت‌های کوچیک‌تر رو بخرن جز خودشون کنن، اینا چیزیه که حکومت حرف داره روش. یعنی حالا حکومت به معنی که دولت حرف داره و برای همین شرکت‌هایی که به حد ده‌ها میلیارد دلار میرسن سریع یک آفیسی، یک دفتری هم توی واشنگتن درست میکنن و شروع میکنن لابیگرا رو پول بهشون میدن، شروع میکنن با نماینده های کنگره ارتباط برقرار. یعنی این پارتی بازی اینجا هم هست، متا در لولی که به شما میرسین، در مرحله که بهش میرسین، مرحله که شرکت میلیاردها دلار ارزششه، تو این حجمی که یکی شرکت درست کنه و نمیدونم به گوگل بفروشه، به اپل بفروشه در حد 100 میلیون دلار یا 200 میلیون دلار، این در تقریبا میشه گفت 99 درصد موارد با حکومت هیچ کاری نداره. جالبه این صحبت هایی که کردی. شما الان رضا در گوگل مادریتور پرسیده بود که هیچ وقت در پیشبرد پروژه هاتون از سوی شرکت های بزرگ یا از سوی دولت آمریکا با مشکل و مانع مواجه شدی، که خیلی خوب شما توضیح دادی که در چه صورت این اتفاق میفته و شکل این مشکل و مانع هم به چه صورت هست. یکی از کاربرا، کسانی که الان دارن برنامه رو میبینن، به صورت ناشناس برامون نوشته که در سال 93 مایکروسافت میخواست که از مدل هندی استفاده کنه از نیروهای محلی در ایران، به تحریم‌های 94 برخورد، که ما نمیدونیم این چه موردی هست، شاید شما بدونیم. بعد میگه آیا امکان رفع این تحریم‌ها برای اینکه ایرانیان داخل کشور برای شرکت‌های غربی کار کنن وجود داره؟ میگه چون تحریم‌ها الان مانع از این میشه. نمیدونم آیا شما پاسخی دارید برای این کار برای ما. خیلی خوب. من اون موقع که اتفاق افتاد، من با مایکروسافت تو ایران کار میکردم جدا و دقیقاً درگیر این داستان بودم. خیلی نکته جالبیه که اتفاقی که افتاد اون موقع این بود که ایران، مایکروسافت شروع کرد تو ایران کار کردن
و من اتفاقا مدیر پروژه لوکالیزیشن محصولات مایکروسافت ایران بودیم، اضافه کردن فارسی. اتفاق افتاده بود که ویندوز اول عربی شده بود و ما داشتیم رو فارسی کار میکردیم و عملا کارش فقط ترجمه بود، ولی چون نیروهای مهندسی بهتری تو ایران بود، مایکروسافت میخواست به جای اینکه از دبی و کشور مشابه استفاده کنه بیا تو ایران، و ما قرار بودش ما موقع قرار داشتیم که مایکروسافت وورد، مایکروسافت اکسس، اکسل، این ستا رو ما شروع کنیم راجع به عربی و فارسی کردنش ما تو ایران کار بکنیم. اتفاقی که افتاد این بودش که اون موقع شرکت نرم افزاری سینا، دکتر صنعتی، اون موقع بزرگترین شرکت، یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری ایران بود، البته آی بی ام و اینا، آی بی ام ایران نه آی بی ام، اونام بودن، ولی این بزرگترین شرکت سافری ایران بود و دکتر صنعتی خیلی بهش اون موقع برخورده بود. البته من بگم، من بد و خوب نمیخوام بگم، ما واقعا جامعه انفورماتیک ایران به دکتر صنعتی مدیونه بابت کاری که کرد، ولی زمان دکتر صنعتی دچار این، به نظر من دچار این توهم بود که چون دکتر صنعتی این کار باید مایکروسافت که اومده بعد با دکتر صنعتی صحبت بکنه، و اومد گفتش که من بعد مایکروسافت ویندوز رو فارسی بدم، و خب طبیعتا مایکروسافت گفت نه، و دکتر صنعتی ورژن عربی ویندوز رو شروع کرد، تغییر داد، پیچ شگاف رو بهش اضافه کرد، و قبل از مایکروسافت شروع کرد به عنوان ویندوز فارسی فروختن در مارکت ایران، که این داستان یه سری مشکل درست کرد. و مایکروسافت تنها چیزی که می‌خواست این بود که حمایت، نه حمایت مالی، چون پول مهم نبود، فقط حمایت معنوی، دولت از این داستان، حمایت از کپی رایت، حمایت معنوی بکنه. و ما اون موقع از شرکت سینا شکایت کردیم به سازمان انفورماتیک که گفتیم فقط رأی بده که دکتر صنعتی کپی رایت رو نقض کرده، و اون موقع چون کپی رایت در ایران قانون نبود، هیچ چیزی هم نبود، هیچ چیز اجرایی نداشت، یعنی اون حکمه تبدیل به جریمه نمیشد، تبدیل که دیگه نفروشن نمیشد، فقط چیز سوری بود. و رئیس کمیته کپی رایت در انجمن انفورماتیکی بود آقای دکتر صنعتی و در نهایت اینو رأی ندادن، و این داستان باعث شد که مایکروسافت تو ایران دفترش رو جمع کرد، و این میشه یه سوء مدیریت بسیار بسیار بزرگ و دردناک. و چیزی که تو ایران اذیت میکنه، من رو شخصا بیشتر اون موقع هم اذیت میکرد، بیشتر از روابط، اینکه پیش اومده بود، برای ما هم پیش اومد و دوباره میدیم که شرکت های میومدن از جاهای مختلف که بعد بخشی از درآمدتون رو میدادیم بهشون، بخش شرکت رو میدادیم بهتون، ولی اونا به نظر مشکلات کوچیکتری است که موضعی است و میتونه حل شه. چیزی که من بیشتر اذیت میکرد سوء مدیریت بود، که اون اتفاقی در سازمان انفورماتیک افتاد مشخصا سوء مدیریت بود به نظر من، اصلا مشکلات دیگه نبود. و راه چاره برای این سوء مدیریت کار کردن و یاد گرفتن و مدیریت درست، و مدیریت درست فقط با کار کردن میتونی یاد بگیرید. بنابراین راه چاره من اینه که بیشتر کار کنید، تمرکز کنید رو قسمت کاری که میشه کرد. خیلی سختی داره، من تصمیم گرفتم که ولش کنم و بیام اینجا باشه اونجا، بنابراین مثلا میخوام دفاع کنم. ضمناً اونجا که بودم با یه سیدی رام درآوردیم، همه اون موقع ما رو میشناختن، یعنی مارکت کویکتری خیلی راحت‌تر شناخته بشین، خیلی راحت‌تره که انرژی بگیرین، خیلی راحت‌تره که پول بگیرین، و اون احساس رضایت که از کارتون می‌خواید بکنین تو ایران گرفتن خیلی راحت‌تره تا اینجا. خب نوید، الان سوالاتی که یکی از سوالاتی که اینجا مطرح شده، البته به صورت سوال نیست، توضیح داده که توی ایران چه شرایطی هست برای کمک گرفتن، برای ایده هایی که داری که بخوای اجرایش بکنی، از دانشگاه ها بخوای کمک بگیری و اینها. الان شما درباره این ویدیو گیمی که داری درست میکنی برای انقلاب 1357 یا 1979، شما برای این گفتی که داری دنبال پول هستی. درست. یکم از تجربت بگو، و اینکه در آمریکا آیا مؤسساتی هستند که از کارآفرین‌ها بخوان حمایت بکنن، بهشون پول بدن و کمکشون بکنن یا نه؟ ما الان با این بازی و با استودیومون واقعا یه چیزی که تونستیم تو این سه ماه پیش بفهمیم که
اول باید اولین کاری که باید میکردیم فکر کنیم فقط میخوایم یه بازی درست بکنیم و فکر کنیم شاید تنها سختی که داشته باشیم که بتونیم از مردم پول بگیریم که بتونیم این فیلم این بازی رو درست بکنیم اینه اون مدلی که میبینیم توی وقتی که مردم میخوام فیلم درست بکنن، میگید فقط یه پروژه دارید درست میکنید، اینقدر پول لازم داری و هر پولی که بتونی در بیاری اول میره به اونایی که بهتون پول دادن، بعدن هر چی که بعد از اون مونده میره به شرکتتون. ولی ما اون که ما و فکر کنیم شاید تنها سختی که داشته باشیم با مردمایی که توی آمریکا هستن یا تو اروپا هستن که شاید بگن چرا میخوای این بازی رو درباره ایران درست بکنی، برو یه چیزی بکن درباره انقلاب فرانسه 200 سال پیش، یا یه چیزی که مردم شاید بیشتر بدونن، یا درباره خود این جنگ در آمریکا، سیول وار آمریکا، یه چیزی که مردم که این طرف دنیا هستن هم بتونن بفهمن و میشناسن و هم بتونن برن پولشون رو روش خرج بکنن. بعدن هم داری این بازی رو درست میکنی که شاید بیشتر مردم که خوششون بیان تو ایران هستن و اونجا هم که کاپی رایت لا نیست، این بازی میشه مجانی واسه همه. واسه همین ما فکر کردیم اون شاید سخت‌ترین کار ما باشه، ولی دیدیم که واقعا ما دو تا چالش داشتیم. اولین بودش که باید به مردم اصلا نشون بدیم این دیزاین، این مدلی که این بازی که داریم درست میکنیم اول اون چی هست. بعد از اون دومین چالنجمون شد این داستانمون درباره چی هست. خوبیش هست که اول وقتی که فقط داشتیم میگفتیم این بازی ما هست و این بازی درباره انقلاب ایران هست، بیشتر مردم که میخواستم اینوستر پول هستن یا یعنی شرکت های ونچر کپیتال یا اونایی که خود انجل اینوستر مردم هایی هستن که از ایدهات خوشتون میان، اونا دیگه درباره بازی نمیخواستن بدونن، بیشتر میخواستن درباره شرکت من بدونن و بدونن که بعد از این بازی میخوای چیکار میخوای بکنی و مدلت چی هست. واسه همین وقتی که شروع کردیم به مردم درباره مدل این بازی حرف بزنیم که چی هست، دیزاینش چی هست، به کی میخوایم اینا رو بفروشیم، بعدا مردم گفتن باشه ما میخوایم پول بگذاریم توی شرکتتون. ولی فقط و اولین بازیتون میشه 1979 انقلاب. ولی اگر ما وقتی که اول شروع کردیم فقط بازیمو به مردم سعی کنیم پول بگیریم، اون خیلی سخت‌تر بود. واسه همین یعنی توی این وقت و این سه ماه ما هم خوب از مردم یعنی فهمیدیم که باید چیکار بکنیم و باید چجوری باید با مردم حرف بزنیم و چی رو باید عوض بکنیم. و الان هم یعنی توی این ما یک اینجا توی آمریکا هست یک کیک استارتر که ما شروع کردیم برای مردم و سعی کنیم از مردم سورس کراودینگ میگن که بتونیم پول در بیاریم که بازیمو درست بکنیم و ما نرسیدیم به گولمون. ولی با اون اکسپوژری که ما تونستیم داشته باشیم توی روزنامه ها، توی رادیو و از طرف فیسبوک، من هفته دیگه دارم برمیگردم به کالیفرنیا که به مردم بگم که توی این دو ماه پیش ما تونستیم تمام پولمون رو و بیشتر از اون بتونیم بگیریم از انجل اینوسترها که دیگه الان نگاه میکنن نه فقط به این بازی ولی به این مدلی که چجوری بتونی بیارید این داستانا رو به ویدیو گیم و به مردم. نه راجب انقلابه یا راجب تسخیر سفارت آمریکا؟ نه درباره انقلابه. انقلاب. اونطوری که الان بازیمون رو درست کردیم اون میشه اپیزود 2. سو الان یعنی و میدونی فقط یک ثانیه درباره خیلی مردم پرسیدن که این چرا این داستان و چجوری یه نفری که گراند ثفت آتو رو درست کرده که همه میرن همدیگه رو کتک میزنن میخواد یه داستانی درست بکنه بعدن هم درباره یه چیزی که شاید بیشتر مردم اصلا ندونن دور دنیا دربارش. ولی من فکر میکنم اگر نگاه بکنیم ببینیم چی شده تو این دنیا، تو این اصلا تو این سه سال پیش، از میگن تو ایجیپت و تو یونان و ایتالیا و خود تو همین کشور مردم خوشحال نیستن با اکانومی، الان هم تو اوکراین و بعدن هم تو همین جاها دیدیم. من بیشتر فکر میکنم الان رسیدیم به یه وقتی که میتونیم به مردم نشون بدیم که چرا یه انقلاب شروع شده و این انقلاب کجا رسید و اونایی که توی خیابونه بودن یه انقلابی خواستن و وقتی که انقلاب تموم شد اون انقلاب نشد اون که خواستن ازش. نوید دو تا سوال الان اینجا خواستن من ازت بپرسم. سوالا یکم چالشی چالنجینگه. علی خواسته که پرسیده که میگه برای کار کردن با افرادی که متخصص هستن و در ایران هستن این تحریم ها وجود داره. این سوال رو برای این پرسیدم که شما تو صحبتات گفتی من دارم با بچه ها تو ایران کار میکنم درباره
کارم میگه که آیا اجازه گرفتی از وزارت خزانه داری آمریکا؟ چون اگه اون معاملتون بیشتر از 100 دلار باشه ظاهرا باید اجازه داشته باشید. نه حتما. خوبیش است که یعنی پول رد و بدل میشه. حتما. دو تا از آرتیست هایی که با من کار کردن اصلا دیگه در ایران نیستن. یکم خودشون هم چون که شروع کردن کار بکنن یکم ترسیدن و فرار کردن و رفتن به جاهای دیگه که نمیتونم بگم کجا هست. اونای بچه های دیگه که با من کار دارن میکنن همشون دارن کار میکنن واسه مجانی، چون که همشون میخوان ببینن این بازی درست بشه. واسه همین همیشه همه چیز از طرف فیسبوک که دارن به من میفرستن یا از به ایمیلمون به وبسایتمون همشون دارن میگن آقای نوید خونسری شاید فکر کردیم از این خوشتون بیاد، یا این انترویوی که بابام کرده بود درباره اون وقت تو فارسیه ولی روی یوتیوب، یا اینو دیدید یا اونو دیدید، این عکس‌ها رو ببینید. این همه دارن به من، یعنی انقدر انفورمیشنی که دارم میگیرم از توی ایران از بچه‌ها و تمام دور ایران که منو دارن کمک میکنن و واسه مجانی خیلی خوب بوده. اتفاقا یکیشون هم خواسته که ازت بپرسیم، در بالا ویزیون این سوال رو پرسیده که چطوری میشه به این پروژهشون کمک کرد. و میتونم خیلی عاشق میتونم برم به inkstories.com و یا با خود من نوید inkstories.com میتونن تماس بگیرن. ما با همه حرف میزنیم و هر کمکی که مردم میتونن به ما بدن خیلی 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 خوشحال میشیم. خب اگه اجازه بدید من یه چند تا از سوالهایی رو که اون 19,000 نفری که ازشون نظرسنجی انجام شده و خواسته بودن در این نشست کارآفرینی ما از پنلیست ها یا کسانی که شرکت کردن در برنامه بپرسیم رو مطرح بکنم. یکیشون درباره اینه که آیا کارآفرین بودن یا زندگی کارآفرینی یک سبک زندگیه یا نه، و اگر هست به نظر شما این سبک چه ویژگی هایی داره؟ من جواب بدم؟ بفهمید من. آره حتما فکر میکنم که سبک زندگی، ما این سوالو بیرونم کردی فکر کنم هر سه معتقد بودیم که سبک زندگیه ولی نمیدونیم چه میشه. نه چیزی که میدونم اینه که احتمالاً حساب و کتابای معمول توش یه ذره کمتره، ریسک برداشتن توش بیشتره و اونایی که موفق ترن احتمالاً علاقه مشخص تری به یک موضوع دارن که دنبالش بودن، ولی چیزی بیشتر از این نمیدونم چه، ولی مطمئنم که آره یه سبک زندگی، ولی جوابی ندارم بیشتر از این. یعنی نمیتونی بگین که مثلا آدمای کارآفرین مدل زندگی خاصی دارن که این مدل اینجوریه که مثلا حتما ورزش میکنن یا اینجوری مثلا غذا میخورن یا اینجوری رفتار میکنن؟ اینجوری نیست. من تانیسی بارم میگه موهاشون میریزه. چیزی بیشتر از این نمیتونم بگم. برای شما چی مهدی؟ فکر میکنی سبک زندگیه ولی چی؟ فکر میکنم سبک زندگیه که حالا بس خاصی باشه که از اول زندگی آدم باشه تا آخرش. یه چیزی که خب مردم میتونن انتخاب بکنن هر موقعی، ممکنه یکی کاملا یه زندگی باثبات و چیزی داشته باشه بعد یه موقع به کلش بزنه که نه یه خب یعنی کارآفرین بودن ثبات نداره؟ خب ثباتش کمتره دیگه، ریسکش خیلی بیشتره. بالاخره هم از نظر فشار کاری که میاد به طرف، فشار استرسی که داره، از نظر مالی ممکنه خب خیلی بالا پایین داشته باشه و همه اینا خب یه نوع بی‌ثباتیه دیگه و بالاخره آدم باید اون زمان به طور حالا هوشیارانه و کانشس تصمیم بگیره که میخواد این کارو بکنه یا نه. نوید شما بر شما چطوره؟ این سوالی که واسه من یکم سخت داره چون تمام زندگیم واقعا تو کارام همیشه درباره ریسک بوده و درباره کارهایی بکنم که یا تنها با یا با بچه های دیگه که داریم کار میکنیم گفتیم این فکر خوبیه و رفتیم این کار رو کردیم، ولی شاید همیشه اون کار رو کردم چون که میدونستم اگر نشد واقعا چیزی بدی نمیشه، همیشه میتونم برگردم واسه یه نفر دیگه کار بکنم، بتونم پول در بیارم اگر لازم دارم واسه غذا، واسه اجاره، واسه همه چیز. واسه همین من تونستم همیشه برم کارهایی که میخواستم بتونم بکنم و همیشه
فارسی نمیدونم موتیویشن من همیشه از قبل از مغزم و از قبلم اومده، یعنی فکر کردم اینو باید بکنم دیگه، کار دیگه نمیتونم بکنم و من اونطوری کار کردم. من اونطوری میدونم. من یه چیزی میخوام اضافه کنم که تا مهدی به نکته خیلی خوبی اشاره کرد که از این تمام زندگی یک جور نیست، ممکنه تو دوره‌های شما بیشتر کارآفرین باشین یا کمتر باشین، و اتفاقی که میبینین آدم هایی که خیلی وقتی یک کاری شروع میکنن و موفق میشن و بعد از اون زندگی کارآفرینی میان بیرون. و من یک آدم دیگه ای که از جوانی از آیدلان بود و از کسی که خیلی دوستش داشتم بود در دنیای خودم در دنیای کامپیوتر سیمور کری بود، که دلیلی که خیلی دوستش داشتم این بودش که سیمور کری کسی بود که کامپیوتر کری وان کری ها رو درست کرد، که یه موقعی که درست کرد قوی ترین کامپیوتر دنیا بود، سوپر کامپیوتر دنیا بود. منتظرم شما هم داستانشو بدونی یا نه. کریوان رو که درست کرد از شرکت خب خیلی موفق شد، قوی ترین کامپیوتر دنیا بود، از شرکت اومد بیرون و گفت تنها چیزی که من میخوام نگه دارم اسممه، چون به اسم خودش بود. اومد بیرون و این گفت این شرکت گنده شده، من کار خلاق توش کمتر میتونم بکنم، تو اپروشیپ دیگه درگیر بزرگ شدن و بزرگ نگه داشتن نمیخوام بشم. اومد بیرون یک شرکت دیگه درست کرد که اون تو کریتور رو درست کرد، که باز قوی ترین سوپر کامپیوتر دنیا بود، یکی از قوی ترین ها بود. باز همین اتفاق افتاد، دوباره از اون شرکت اومد بیرون، اون شرکت رو که ادامه دادن، اومد بیرون کریتوری رو توی شرکت دیگه درست کرد و بعدم مرد. و مطمئن که درگیر اون یه آنترپرنور واقعی برای من اون یه سبک زندگی بود دیگه، یه سبک زندگی که درگیر بقیهش نمیخوایم بشیم. حالا مثلا تو شرکت داری هم کاملا محیط شرکت وقتی که زیر 15 نفرین و بالای 15 نفرین کاملا فرق میکنه، یعنی سی او شرکت وقتی که 3 نفرین و 4 نفرین خیلی درگیر کاره، به 14 15 نفر که میرسین دیگه یه سری کار میاد تو که آنترپرنور خیلی وقت آدم خوبی نیست برای اینکه سی او شرکت بمونه. یا از اونوری اون آدم که سی او شرکت میمونه الزاما شاید آنترپرنور خوب نباشه، یعنی شاید هم باشه، یعنی هیچ قانونی نیست، ولی اون چیزی که برای من جذاب تر اونه که شرکت های زیر 15 نفر که خیلی جای خلاقیت درش بیشتره، جای امتحان کردن چیزای جدید درش بیشتره، از یه حدی که بزرگتر میشین خیلی المان‌های دیگه میاد تو زندگی. که الان در مورد خلاقیت که گفتی، خب شاید تقریبا همه آدما یک شکلی از خلاقیت رو داشته باشن، به نظرت چطور میشه که اون خلاقیت رو روش عمل کرد؟ یعنی میتونم اینجوری بپرسم که اون شخصی که میشه کارآفرین، آیا میتونیم بگیم اون کسیه که روی اون خلاقیت عمل میکنه و شروع میکنه کار کردن، اون ایده‌ای که به ذهنش رسیده رو میخواد بره مثلا یه جوری عملی بکنه و با چالش‌ها روبرو میشه؟ فکر میکنم تعریف یعنی یک پتانسیلی شاید باشه. بالا یه صحبتی هم باز بیرون میکردیم که خیلی هم ربطی نداره که چی کار میکنین. یه مثالی که بود که دریانی، بقالیای تو تهران دریانی خیلی سیستم آنترپرنورشیپ بزرگیه و خیلی خلاقه، و شاید کم دادم به یه بقال به عنوان آنترپرنور کنه، ولی کسی که من نمیدونم که سیستم بقالی دریانی رو راه انداخته با سیستمی که من شنیدم دارن که هر 10 سال صاحبش عوض میشه، یه سیستم جوری آدم خلاقیه و توی داشتن بقالی خلاقیت به خرج داده. من برای اینکه کسانی هم که دارن صحبت ما رو میشنون در جریان قرار بگیرن، یک پیش از برنامه داشتیم صحبت میکردیم و گفتیم که چه تفاوتی هست بین یک کارآفرین با یه آدمی که داره کار میکنه و کارمنده. یا مثلا من مثالی که زدم حالا در مورد یه آدمی که میره رستوران باز میکنه، آیا اون الزاماً یک کارآفرینه یا نیست؟ و بعد احمد در مورد بقالی صحبت کرد و فکر کردیم واقعا یک بقال آیا یک کارآفرینه، یک بقالی که میره یه مغازه جدید باز میکنه یا نه؟ که حتما هست، داره ریسک برمیداره، داره یک جایی رو میگیره سعی میکنه بزنه، بعد فکر کنه چجوری مشتری بیشتر بیاره، چه محصولی رو بخره بیاره بذاره تو انبار کنه نکنه، همه این چیزا رو بعد شروع کنه صحبت و فکر کنه چجوری بزرگش کنه. و اتفاقا همینم باز یکی از اون سوالاییه که مطرح شده، این گفتن تفاوت‌های کارآفرینی با استخدام شدن برای یه مؤسسه یا شرکتی از نظر حالا حقوق و مسئولیت‌ها و اینا چطوره؟ شاید برای شما مهدی، البته کار پژوهشی انجام میدی برای دانشگاه کالیفرنیا جنوبی، بالاخره کار کارآفرینی مثلا تو برهه اولش خب خیلی افت و خیز داره همونجوری که گفتم، و ریسکش میتونه خب زیاد باشه، این یه نکته‌ای هستش. بعد یه چیزی که واقعا شاید به سوال قبلم ربط داشته باشه، اینکه درسته که کارآفرینی خیلی کار ریسک
باید خیلی ریسک پذیری آدم بالا باشه، ولی در این حال کارآفرین همیشه مدام داره ریسکا رو هم پایین نگر میداره. یعنی یه کاری که داره میکنه اینه که با تمام قدمایی که برمیداره ریسکای کاری که داره میکنه رو کم بکنه، چون خود کار انقدر ریسک داره که میخواد بقیه ریسکا کم بشن. یه ذره توضیح بدم اینکه همیشه این آدم خب آرزوهایی که داره، یه چیز ایده‌ای که داره میخواد بکنه، تو مرز عملی بودن و عملی نبودنن یه جاهایی، و آدم یه جوری باید بانک خیلی تو آسمونا داره پرواز میکنه ولی پاشم باید رو زمین باشه، واقعیت رو کاملا جدا نشه، و اینو بالانسش رو نگرداشتن مثلا برای یه دونه آنترپرنور خیلی مهمه. و بالاخره این واقعیت ها هم این که خب چه چیزایی بلده، اینکه من الان خب بخوام برم مثلا یه ایده رستوران داشته باشم، بگم میخوام بهترین رستوران درست کنم مثلا تو لس آنجلس، خب نمیشه واقعا، من نه تجربهشو دارم، اون ایده ای که فکر میکنم خیلی خوبه ممکنه ایده خیلی خوبی نباشه. خیلی ها ایرانی ها به من موقعی ایده ای دارم به من زنگ میزنن، چون فهم من مثلا ممکنه بشناسن از هزار چیز تو وب فارسی، حالا خیلی آنترپرنورهای دیگه هستن ولی چون کار شاید وبشون تو زبان فارسی نیست، شاید با اونا تماس میگیرن، با من تماس میگیرن میگن خیلی ایده فوق العاده داریم و این دیگه ایده میلیون ها دلار میخواد در بیاره. بعد مثلا کافی در از 10 دقیقه من میگم مثلا این ایده 5 سال پیش مثلا 3 تا وبسایت داشت، این یه چیزی که یه سرچ شاید بکنن پیدا بکنن مشابهاشو، یا اینکه میدونم که چرا نمیشه. بعضی خیلی ایده هست که ایده خیلی خیلی دلیل تکنیکال داره که به فرض اینکه یوتیوب به فرض سال 2000 انجام نشد، الا که بندویت اجازه نمیداد، خیلی ها هنوز بین سرعت اینترنت بین حد نبود که الان هست. برای همین یه چیزایی هست که اینکه آدم واقع بین بمونه و پاش رو زمین باشه، این خیلی مهمه و یه جور این بالانس رو نباید از دست بده. خب حالا خیلی از سوالایی که اینجا هست میخوان که شما بهشون توصیه بکنید که چطوری میتونن در واقع اون ایده هاشون رو عملی بکنن. خواستن یکیشون گفته که اگه بخواید از تجربی های شخصیتون استفاده بکنید و به جوانهای داخل ایران توصیه بکنید که چطوری میتونن کارآفرین باشن یا زندگی کارآفرینانه داشته باشن، چی هست؟ سوال سختر من همیشه از نوید میپرسم. من چیزی که یعنی دارم، اگه من در ایران بودم و میخواستم، حالا بگیم چون من فقط میتونم درباره چیزایی که من میشناسم حرف بزنم، و اگر من در ایران بودم و میخواستم یعنی برم توی کار ویدیو گیم یا انیمیشن یا هر چیزی که هست، و فکر میکردم که شاید راهی نباشه که بتونم یه چیزی درست بکنم که ازش بتونم نه که میلیاردر بشم ولی بتونم یه زندگی بتونم در بیارم، باید اول فکر کن چی هست تو قلبتون، آرزوتون چی هست، بعدن هم نگاه نکن به تمام دنیا، نگاه کن به چی هست توی دور خونتون، به مردم بچه هایی که هستن دور خونتون. خیلی از شرکت هایی که الان میبینیم توی آمریکا و توی اروپا که تونستن خیلی خیلی پول در بیارن، اینا همشون دو سه نفر این شرکت‌های این بازی‌ها رو شروع کردن و سعی نکردن یه بازی درست بکنن که به گندگی گرند ثفت آتو باشه، یا من شروع کردن یه چیزی درست بکنن که خودشون خوششون اومده، یه چیزی که خودشون می‌خواستن بازی بکنن و یه چیزی که دوستاشون می‌خوان بازی بکنن. واسه همین من فکر می‌کنم اگر داریم درباره این کارهای انیمیشن یا این چیزا، بدونید که یعنی خودتون به مدرسه هایی که رفتید، کارهایی که کردید، هنری که دارید همش خیلی خوبه، ولی لازم نیست این دنیا بهتون بگه تو خوب هستی. میتونی همونجا تو همون کشورت، یادتون نره چند نفر مردم هستن تو کشورتون و چند نفر مردم هستن بیرون اون کشورتون که ایرانی هستن که شاید فقط از بازی شما خوشتون بده، از بازی شما که یه چیزی داره که شاید مردم تمام دور دنیا نفهمن. واسه همین میگم چیزی که میتونم بگم درباره
اونقدر، یعنی اونقدر نگاه نکن به فیوچرت، ببین چیکار میتونی بکنی الان و چی کار میتونی بکنی که اونی که دورتون هستن شاید ازش لذت بگیرن و اونو استفاده بکن و اون میشه اولین استپتون. اونو اول با اون شروع بتونی بکنی، بعدن یواش یواش میتونی بزرگتر بشی اگر میخواستی بزرگتر بشی، یا میتونی اونی که درست کردی فقط اونو بهتر بکنی. و توی بیرون ایران در توی خیلی از این شرکتایی که فقط این بازیایی که درست میکنن روی موبایل فون تو این چیزا، اونا همشون اونطوری شروع کردن. یکی از سوال‌ها هم که خوبه از شما بپرسم نوید، اینجا مطرح بوده، این که ایرانی بودن چه تأثیری داشت روی کارت، هم در این پروژه اخیرت و هم به طور کلی در زندگی در آمریکا دوزه کاریت؟ من ببینید، من در ایران واسه 10 سال بودم، بعد 10 سالگی رفتم به کانادا، بعد از کانادا اومدم به آمریکا، 14 سال من تو آمریکا، و اولین کاری که گرفتم توی ویدیو گیم بود که این بازی ها رو بیشتر آمریکایی بکنم و اصلا توی آمریکا یه سالم زندگی نکرده بودم. واسه همین یعنی واقعا فرقی نمی‌کرد اگر ایرانی بودم، ژاپنی یا هر چی که بودم. همیشه دوباره برگردیم که واقعا درباره چی داریم حرف میزنیم، همیشه یه شانسی گرفتم و واقعا با اون شانس دویدم، یعنی هر کاری که تونستم بکنم کردم و فرقی نمی‌کرد اگر ایرانی بودم یا نه. فکر میکنم شاید یه چیزی که یکم دیفرنت باشه اینه که فامیلیم، از مادر بزرگم، بابا بزرگم، بابا بزرگم از وقتی که یعنی خودش از 25 سالش بود همیشه دوربین کامرا داشته، سوپر 8 داشته همیشه. مامان بزرگم همیشه از اون وقت با من داستان میگفت، واسه همین یعنی اگر با یه نفر هستم دارم حرف میزنم شاید اول بپرسن نوید اون اسم کجاییه، میگم اسم ایرانیه، ولی همون سنی که شروع میکنیم حرف یکم بعد از اون حرف بزنیم، اون چیزهایی که دارم از بچگیم که در ایران بود، اونطوری که ما و منم که نمیگم خیلی خوب میدونم، ولی اون داستانها، اون شعرهایی که هست، اونا رو تونستم یواش یواش از بچگیم رفته منو رفته تو مغزم و اینا رو تونستم استفاده بکنم که بازی‌های مثل گرند ثفت آتو رو بیشتر آمریکایی بکنم. واسه همین هیچ وقت پرابلمی نبوده اصلا، و اصلا بعضی وقتا منو کمک کرده، چون که بعضی از مردم نمیخوان فقط با آمریکایی‌ها بکنم، میخوان یکم فرق بکنم با تمام کارگردانی که دارن. این سوالی که میخوام بپرسم شاید یکم غیر واقعی باشه، ولی تصور بکنید چون خواستنم که این کارو این سوالو بپرسم، کاوه از تهران خواسته بپرسیم در مورد اینکه اگه به گذشته برگردین چه کارایی رو که کردین عوض میکردین که بهتر کار بکنید، اما پیش از اون حالا اگه قرار شما برگردی به گذشته به اینم فکر بکن که اگر ایران مونده بودی و هیچ وقت از ایران خارج نمیشدی، فکر میکنی آیا باز هم همین کارا رو میکردی، در همین حوزه فعالیت میکردی، تو همین فیلد کار میکردی؟ عجب سوالی. اگر میتونستم اول هر چی که عوض بکنم فکر نمیکنم، یعنی فکر میکنم زندگی درباره اون چیزایی که هم بتونید خوب بکنید و هم خراب بکنید. من بیشتر چیزایی که تو این دنیا میدونم درباره زندگی خودم و درباره زندگی فامیلیم هیچ وقت نبوده از چیزایی مثل گرند ثفت آتو که درست کردم. همیشه اون فیلمی که خیلی آشغال بود که هیچکی ندیده که دیدم وای 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 چقدر خرابکاری کردم، واسه همین هیچ رو عوض نمی کردم. شاید دو تا سه تا سین توی اولین فیلمم میتونستم عوض بکنم، ولی اون فقط اون. اگر در ایران بودم الان فکر میکنم یعنی توی خونم بوده که میخواستم همیشه داستان بگم، ولی نمیدونستم اگر میتونستم ویدیو گیم بگم یا ویدیو گیم ببخشید درست بکنم یا فیلم درست بکنم یا نویسنده باشم. ولی از بچگی همیشه اون یه چیزی بود که من خیلی خوشم میومد و میخواستم همیشه بکنم، واسه همین فکر نمیکنم یعنی عوض میشد. ولی در دلم اونم یه دنیای دیگه اشاد، مامان بابام دکتر بود، میگفت این فیلم کاری دیگه چیه بابا، بریم مهندس بشی یا وکیل بشی یا دکتر. شدم اون کارو میکردم، ولی از بچگی همیشه میخواستم داستان اینا رو بگم. بسیار عالی. خب ما حالا چون تقریبا پایان وقتمون هست، این سه تا سوالی که من از نوید پرسیدم و دربارش صحبت کرد، هم اینکه چه توصیه‌ای دارید برای بچه‌ها تو ایران یا حتی خارج از ایران، هر جایی که دارن می‌بینن، اگر بخوان در همین حوزه کارآفرینی کار بکنن، توصیه‌هاتون چیه و
اون اگرهایی که اگه ایران مونده بودید یا اگه میتونستید چیزی رو عوض بکنید؟ مهدی شما. خیلی اندرز و چیزی ندارم واقعا، ولی چیزی که مشاهده کردم بیشتر کسایی که انترپرنور بودن همشون یه فرهنگ هکر بودن. حالا هکر بودن به این معنی که نه که هک بکنین کامپیوتر کسی، به این معنی که همیشه دوست داشتن که با تکنولوژی بازی بکنن یا اون کارهایی که میکنن به عنوان تفریحشون بوده. یعنی واقعا تقریبا میتونم بگم هیچ کسی رو ندیدم که انترپرنور بوده و یه کار به عنوان تفریح یه کاری نداشته که انجام بده. یعنی من خودم مثلا واقعا جز تفریح همه که تکنولوژی جدید تست بکنم ببینم چی کار میکنن و آدم دیگه هم که دیدم اینجا. بر همین فهمم که یه چیزش واقعا همین فرهنگه است که واقعا ببینم خودشون دارن اگه ندارن سعی بکنن ایجاد بکنن. دیگه از اینکه گذشتم چجوری میشه تغییر داد و یعنی اگه برمیگشتی به گذشته و میتونستی آیا چیزی رو تغییر میدادی؟ راه دیگه ای رو میرفتی؟ میخواستی؟ میدونی واقعا مشکلش اینه که با اون اطلاعاتی که اون موقع من داشتم تقریبا اکثر موارد بهترین تصمیم رو گرفتم. به فرض خب تو ایران خب دوست داشتم خیلی فیزیکدان خوب بشم و نمیدونم برام خیلی مهم بود. بعد اومدم بیرون حتی متوجه شدم که اون رشته‌ای که فیزیک داشتم می‌خوندم رشته‌ایه که تقریباً همه چیز مسائلش تموم شده و این چیزایی بود که تو ایران نمی‌شد دید. واقعاً ایران من یادم موقع که اینترنت اومد یه خط اینترنت خیلی کندی بود، مجله‌هایی که مجله علمی که میومد با یه سال دو سال تأخیر می‌رسید. شاید الان هم همینجور باشه، حالا باز اینترنت هست این مشکل کمتره، برای این واقعاً خیلی انتظاری نمی‌شد داشت. ولی با این حال اینو نه به این شکلی که خب ایران جاییه که همه چی سخت داره، نه بعضی موقع هست که یک بازارهای که محدودتره اتفاقا یه شانسای بهتری به آدم میده. بالترین تو هم مثال خوبیه. بالترین اگر خب همون زمان که من بالترین رو شروع کردم ردیت و دیک شروع شده بودن تو آمریکا، حدود یه سال بود شروع شده بودن، برای همین من احتمالا اگه بالترین خب مشابه اونا بود احتمالا شانسی نمیداشت. ولی خب توی یه بازار دیگه که محدودتر بود، رقیب کمتر بود، من اینو شروع کردم و تأثیرش کارشو کرد، تأثیرشو گذاشت و به یه چیز تبدیل شد که خودشو میگردونه. برای همین بعضی موقع اتفاقا بازارهای محدود که رقیب کمتره و آدم آشنایی بیشتری داره یه فرصتهایی فراهم میاره که لزوماً اگه آدم پاشه بیاد کالیفرنیا شاید اینو فرصتا نباشه، چون با آدمایی دارید رقابت میکنید که ممکن خیلی تجربه بیشتر داشته باشن، نتورک بهتری داشته باشن، خیلی چیزای دیگه داشته باشن که شما نداشته باشید. الان فکر میکنی در ایران برای جوونا با توجه به همین نکته‌ای که الان گفتی چه فرصت‌هایی فراهم هست اگه بخوای همین ارتباطی که داری با ایران فکر بکنی؟ بخاطر تو جایی مثلا حالا اینترنت کمتر به دلیل اینکه واقعا محدودیت‌های حکومت محدودش کرده، ولی خب شرکت‌های نفتی هست، شرکت خصوصی نفتی هست مردم شروع کردن، کارهای دیگه هست که نمیدونم از اینکه کالا رو برسونن، یه چیز مثل UPS تو ایران از این کار رو شروع کردن و یه چنین کار در اتفاق میفته. تو ایران یه جای تأسف داره، واقعا امیدوارم عوض شه. اینکه یک جمعیت تحصیل کرده داریم تو کالیفرنیا و جاهای دیگه و خیلی آدم های موفقی بودن اینجا و ایران هم این همه جمعیت تحصیل کرده و آماده داریم که بتونن کارهای مهمی بکنن و واقعا چیزایی که کمه ارتباط جهانیه، یه مقدار شاید سرمایه باشه، سرمایه حتی کم، مسئله کمتریه و یکی هم خب تحریم هاست که این مشکل درست. واقعا امیدوارم که حالا یه چیز مثبتش به امیدوارم که حتی حالا اگه تغییر سیاسی بنیادی اتفاق نمیافته اینکه مشکلات به قول تنش‌های ایران با دنیای جهانی کمتر بشه، این تحریم ها کمتر بشه و مسائل سیاسی مثل هسته‌ای ایران حل بشه که منجر به این بشه که تحریم ها کمتر بشه و اون موقع این همه نیرویی که اینجا هست میتونه واقعا با اون آدمایی که تو ایرانن اینها خب میتونه ارتباط برقرار کنن. خیلی از این شرکت هایی که همونجور که صحبتش مایکروسافت در 90 میخواست تو ایران شعبه داشته باشه، کارهای خاورمیانه‌ش از اونجا بکنه، خب خیلی شرکت‌های دیگه هم میتونن همین کارو بکنن و این باعث بشه که از این موج که
اومده، خب موج اینترنت اومده، موج بایولوژی و بایوانفورماتیکس هم داره میاد، ایران بتونه استفاده کنه. اون زمانی که موج الکترونیک اومد، تلویزیون ساختن و رادیو و غیره، کشورهای آسیای شرقی استفاده کردن، خب کره خیلی استفاده کرد از این فرصت، حالا ژاپن خب شاید مقایسه خوبی نباشه، ولی همه اینا از اون فرصت استفاده کردن، از اقتصادی بالا رفتن. این موج اینترنتی هم بالاخره همیشه نخواهد بود. الان خب چین و هند دارن خیلی از این فرصت استفاده میکنن و خودشون میکشن بالا. ایران هم میتونه جزء اینها باشه و واقعا اگه این تنش‌های سیاسی رو بتونه حل بکنن، فکر کنم ایران هم بتونه جزء این کشور باشه. امیدواریم. در مورد همین ارتباطی که صحبت کردیم، من خوب اینجا یادآوری بکنم که هدف این نشست هایی که الان دانشکده امور جهانی مانک در دانشگاه تورنتو داره برگزار میکنه هم در واقع همینه که یک فضایی فراهم بشه برای گفتگو بین جوانهای داخل ایران و متخصصان و کارشناسانی که خارج از ایران هستن، بتونن این گفتگو رو داشته باشن با هم دیگه، تا حالا راههایی هم که در مورد سیاست خارجی، مشکلاتی که در ارتباط با سیاست خارجی وجود داره کمتر بشه یا برطرف بشه و بهتر بشه کار کرد. اما شما احمد فهم کنم بخاطر به عنوان آخرین کسی که صحبت میکنی در برنامه امروز، برامون بگو که چه توصیه هایی داری برای بچه ها در ایران، اگر توصیه داری، و در مورد اون دوتا اگر. من راستش من 13 ساله که از ایران اومدم بیرون و 7 ساله که اصلا نرفتم اونجا و نمیدونم شرایط چجوریه و بر این وقتی شرایط اونجا نمیدونم، دقیقا نمیتونم چیزی راجبش وضعیت اونجا بگم و توصیه راجب اونجا بکنم، مجبورم یه ذره حرفای کلی تر بزنم. خیلی هم محل توصیه کردن نیستم، ولی تجربه خودم چیزی که میتونم بگم، من گفتم 100 چیز نوشتم، اولش هم گفتم که کاری که دوست داری بکن، آره رو گفتم تکرار شده، ولی دلیل اصلیش اینه که چیزی که گارانتی اینه که در طول راه یک مقدار زیادی مشکل خواهی داشت هر کاری که بخوای بکنی، و اون چیزی که کمک میکنه از اونا بگذری فقط عشق به کاری که داری میکنی، اگه دوست نداشته باشی خیلی سخت‌تر میشه. دوم اینه که هر کاری که میخوایم بکنین سعی کنید تعریف خیلی خیلی مشخص داشته باشین از کاری که میکنین، بتونین در زمان کوتاه یه دقیقه دو دقیقه توضیح بدین و بگین که چون احتمال هر کاری که میکنین 50 نفر دیگه دارن میکنن، اگه دارین رستوران باز میکنین، دارین استارتاپ را میندازین، چه جوری فرق میکنین با بقیه و چی رو دارین سعی میکنین بهتر کنین. اگه چیز داره بهتر نمیشه احتمال موفقیت کمتره، یعنی خب من چرا باید شروع کنم از سرویس جدید. ولی اگه دارین مثلا در مورد بالاترین، خب هم گفتید دیگ هست، ولی مشخصش اینه که مشخصا برای یه تارگت آدینس خاصه که داره دیگ به دردش نمیخوره یا خیلی سخت گم میشه توی چیز بزرگتر. و ببین تایپ خیلی مشخصه که چیکار میخوام بکنم، مثل دیگ تفاوت هم چیه که من دارم مشخصا دنبال این مارکت میرم. هر چیزی که الان جوابشون ندین و سعی کنین دورش حرف بذارین، یه جوری که فقط از تجربه من این بوده که هر جایی که هر مشکلی که درست آدرس نکردم درست جوابش ندادم، اون موقع بعداً خیلی گنده‌تر یقمو گرفته. و هر وقت تونستم کاری که میخوام بکنم و با جمله واضح تو یک دقیقه دو دقیقه توضیح بدم، کار موفق‌تری بعداً شده، برای اینکه خیلی روشن‌تر میدونستم چه کار میخوام بکنم، حالا چه در مورد موزیک ویدیو بوده چه در مورد شرکت بوده، در مورد هر دو. سومین چیزی هم که میخوام بگم اینه که باز یه جوری اینو گفته شده، ولی ما هر جا باشیم یه سری مشکلات داره. ایران مشکلات خودشو داره، مشکل سوء مدیریت داره، مشکل بسته بودن داره، مشکل اینترنت داره، همه مشکلات هست. اینجا مشکلات خودشو داره. و خیلی باعث شرمندگیه که من از رامسفیلد یه جمله بگم، ولی یک جمله معروف داره که میگه آدم با ارتشی که داره به جنگ میره، نه با ارتشی که دلش میخواد داشته باشه. اگه دارین شروع میکنین میخواین با لگو یه خونه بسازین، با اون قطعاتی که دارین میسازین، نه با اون قطعاتی که کاشکی داشتین یا همسایتون داره، یا رو چیزی که دارین فوکس بکنین. به حال یه سری مزیت دارین، یه سری مشکل دارین، هر جا که هستین رو اونا فوکس کنین، و اینکه چه جوری با اونا میشه یه کار خوبی کرد. آخرین چیزی که دارم بگم که میگه اون اگرم میگه جواب ندم، یک دوستی داریم ما، ایرج کلانتری، که از آرشیتکت‌های معروف ایرانه، و اون میگه که من هر وقت یک زمین خیلی مربع تر و تمیز داشتم، کار متوسطی توش دادم، و وقتی زمین کج و کوله سخت داشتم، بهترین کارام تو زمین اتفاق افتاده.
برای اینکه ناچار بودم خیلی از خلاقیتم بیشتر استفاده کنم، اون محدودیت ها باشه خلاقیت شده. و این یک من اصلا منکر محدودیت و مشکلات نیستم، ولی میخوام بگم که این مشکلات و محدودیت ها اگر درست بهش نگاه بشه میتونه یک جاهایی کمک کنه، یه جایی انرژی میگیره، جایی اذیت میکنه، ولی یه جایی میتونه کمک بکنه که کارهای خلاقه بهتری انجام بشه. بسیار خب، با اون تعریفی که گفتی در مورد اینکه کاشکی داشتم ها رو نباید حساب کرد، بنابراین احتمالاً کاشکی هم نداری که اگه برگردی به گذشته کاشکی این کارو نمی‌کردی. نه اگه برگردم حتما یالم اشتباه کردم که اگه الان فکر کنم اگه اون موقع بودم نمی‌کردم، ولی خب اون موقع اون تجربه رو نداشتم و بعدم مطمئنم اگه اون اشتباه نمی‌کردم اشتباه دیگه می‌کردم. بنابراین و اگر ایران مونده بودی همچنان به همین سبک زندگی کارآفرینی ادامه میدادی؟ آره، جالبه که بدونی مثلا هیچ پرمه نشتم بیام اینجا بمونم. من ایران بودم اتفاقا چون تعداد دوستان زیادی هم هیپ هم شدن میمدن اینجا، ما تو فرم استخدام شرکتمون همه کسای کار کامده داشتن میمدن کانادا و تو فرم استخدام شرکتمون بود که شما کجای این پروسه مهاجرت به کانادا این، نه اینکه آیا میخوایم برین یا نه، اینجا تو فرم استخدام شرکتمون، فرم اینترویومون بود. و من دوستای دورور که میمدن، جلو پسرخاله خودم که دوست نزدیکم و خیلی های دیگه، یک سخنرانی از پیش آماده شده 2 ساعته داشتم که میفتم بشوندم چرا نباید برین و چرا ما باید بمونیم اینجا، ما این که باید بمونیم و درست کنیم و سعی کنیم. بعد من اصلا قرار نبود بیام، حتی قرار نبود بیام برای سفر، ولی اتفاقات پیش افتاد، اومدم برای سفر اینجا، پیشنهاد کاری گرفتم، اول گفتم نه، بعد یک ماه بعد گفتم آره و موندم و اصلا هیچ برنامه‌ای نشدم بمونم و الان خوشحالم از اینکه موندم و مطمئنم که ایرانم میبودم خوشحال بودم. بهمن میگه، برادرم همیشه میگه که میگه تو موقعی ایران بودی به هم گفتی نرین بمونین، حالا که بعد میام میگم بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، چجوری میگم خب بهتره که اونجا کسی خوشحال باشید تا اینکه فکر کنی الان که اصلا کاش اون یکی بودم. مطمئنم اگه ایرانم بودم خوشحال بودم و کارام میکردم. بسیار عالی، ممنونم از هر سه شما که وقت رو به ما و برگزار کنندگان این نشست دادید. احمد کیارستمی ویدیوگرافر و مهدی یحیی نژاد مؤسس وبسایت بالاترین و همینطور پژوهشگر و نوید خانساری کارگردان ویدیو گیم و مستندساز، اگه درست گفته باشم. ممنون از حضور هر سه تون، ممنون از حضاری که اینجا هستید و گوش دادید به حرفای ما و همینطور از کسانی که به صورت آنلاین این برنامه رو دیدید. ممنون و سپاسگزار. خدا نگهدارتون.